بود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از همه شما همیهنان عزیز، همین شما عاشقان ایران آریایی تمنا میکنم لطف موبت بفرمید سنگر ایران آریایی رو مثل همیشه یار و یاورش باشید و سوخت برسونید به این سنگر، که خیلی خوشوقتم از این که میبینم بچه ها در داخل کشور و اساسا ایرانیان خیلی علاقمند شدن به ایران آریایی، حساس شدن واقعا روی سنگر و همه جا بچه ها لطف میکنند، فرکانس رو تبلیغ میکنند و برای خیلی بر من پیام میاد. تشکر میکنند از جناب مهندس، از جناب آریان وطنخواه
از بچه‌ای که به هر حال دارن زحمت میکشن، پیام میاد اینا و منم هم همیشه پیام‌ها رو منتقل میکنم. به هر حال تمنا میکنم چشم و امید بچه‌های داخل کشور فعلا به این سنگر ایران آریایی هستش که دیگه دارید میبینید دیگه چه خبره و هر روز حقانیت حرف ما به شما همیهنان عزیز ثابت و ثابت و ثابت‌تر میشه. در روند امرداد ما که گفتیم ماه این ماه امرداد ماه شاهان پهلوی است، متعلق به مشروط خواهانه، به ویژه اساسا متعلق به تعلق داره به ماه شاهان پهلوی. عرض کنم حضورتون گفتگوامونو ادامه میدیم و در این راستا و یه سری خب اتفاقاتی هم پیش میاد، یه سری مسائل هم پیش میاد که بیشک نمیشه از کنارش گذاشت و باید با شما همیهنان در میون بذاریم، اونم باز به خواست خودتون که میبینم، چون من وقتی میبینم که یه سری حساسیت ها راجع به یه سری مسائل هست، خب میبینم که این داره تو جامعه ایرانی بین جوانای مملکت، بین بچه‌هایی که به هر حال دلنگران ایران هستن، فعالیت دارن میکنن، مبارزه دارن میکنن، حالا چه در دنیای مجازی چه در نقاط دیگه جاهای دیگه، میبینم که حساسیت ها رو چیه و من میام که این حساسیت ها رو از این بچه‌ها پاک بکنم و خب به من به اصطلاح رجوع میکنم که جایی ندارن که برن و فریاد بزنن. حالا ما شدیم زبون این بچه‌های نوجوانان، جوانان اسیر شده در دام مافیای جهانی. البته یه سری مسائل برای من می‌نویسید که من همیشه براتون می‌نویسم، خب چرا به من میگید؟ خودتونم برین جواب بدید، همش هم توقع از من نداشته باشید. مثل مثلا فرض بفرمایید یه مسائلی رو میان میگن راجع به یارو، زنه چی یارو بی سواد چوسونه تخم قاز میفروشه معصوم قومی، که آقا مثلا این دوباره به هم داره میسه کردستان با این کردستان اینطوری مینویسه، اینا دیگه روی چه حساسیت نشون نده، دیگه تموم شد پرونده، این پرونده علی تجزیه، پرونده لگن فروش دوز، پرونده معصوم قومی، اینا رو ببندید. حالا اگر هر از چنگای من میام یه تلنگری بهشون میزنم واقعا خاطر دل شما خنک میشه، وگرنه وجدانا من به شما بگم اینا تموم شد کارشون، اینا مهره های باطله شدن. کسی که دست به دروغ بزنه و بخواد با دروغ، با نیرنگ، با پدر سوخت بازی، مثلا من بخوام بیام حرفمو به اثبات برسونم، بیام تخریب شخصیت بکنم، بیام دروغ بگم، بیام مثلا فرض بفرمایید به طور مثال میگم، من بیام به شما بگم خانم آقای خمینی هروئینی بود، خب این اعتبار کلام منو پایین میاره، میدونید؟ حالا شاید شما هم خوشتون بیاد بگید که به به آفرین باری کلا، مثلا یه چارت فوشم هم بدم شما دلتون خنک بشه، ولی در نهایت وقتی که از این فضای دلخنک شدن بیرون میاییم هممون، خب بعد این اعتبار کلامم از بین میره. بعد من فردا بیام یه حرف به شما بزنم، این که خب عادت داره به چرت و پرت گفتن دیگه، اینم داره چرت و پرت میگه. بنابراین انسان نباید اعتبار کلامش از دست بده. انسانی هم که اعتبار کلامش از دست بده به خاطر خودشو مطرح بکنه تو جامعه، به خاطر اینکه بخواد یکی بیاد یه میکروفونی بده، هر جایی درا به روش باز باشه، بشه یک هر جایی سیاسی، بعد تن به هر لجنزاری بده، این انتها نداره. شاید من امروز با چهار تا دروغگویی، با چهار تا پدرسوخت بازی، با چهار تا حق بازی، با چهار تا مثلا اینو تخریب بکنم، بگم این بده، اون جاسوسه، این فلون فلون شده از این الاز این بلاز، مثلا خودم بخوام پیش شما شیرین بکنم، خودم بخوام بین شما مثلا خوب نشون بدم، اما این حرفای من، این مزخرف گویای من یه جای یه اندهی داره، یه پایانی داره. بعد اونجاست که تمام این مزخرفاتی که در طول این 3 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، حالا هرچی که من دروغم کشیده، من کشو تونستم بکشونم، یه روزی این بعد برمیگرده، هرچی هم من این کشو بیشتر بکشم بعد ولش کنم، ضربه که به خودم میخوره خیلی دردآورتره، یعنی یه شبه کن با یکون میشم. ملازم کنیم متوجه میشی میخوام بگم؟ اون وقت اونجاست که دیگه نمیتونی خودتو جمع و جور بکنی. بعد تمام این بچه‌هایی که به تو اعتماد کردن، همین که بهت میگن عمو رضا دمت گرم آفرین، چهار تا جمله میگن آدم
خوشش میاد، خب میبینه که حرفاش در جامعه اثر میذاره، برای بچه ها در کلاب هاوس، در اینستاگرام، در تلگرام، در پلتاک، در فیسبوک، این برون بر هر حال اظهار لطف میکنن، اظهار محبت میکنن به من. خب بعد من بیام خیلی خراب میشم پیش اونا، خب بعد من چه جوابی دارم بدم؟ حالا خراب شدن من به جهنم، من یه نفرم. خب همه جوونی که امیدشو به من بسته، حالا نه من کسی باشم، همین که از کلام من به عبارتی میان برای من میرسن، من مسیر زندگیم عوض شد، شما مسیر زندگی من عوض کردی، شما به من خط سیاسی دادی، شما فرقی هم دیگه، حالا چیزایی که خودشون می‌نویسن که امیدوارم راست باشه، واقعا امیدوارم من تونسته باشم اینقدر تاثیر گذاشته باشم رو بچه‌ها با امید خدا، و خیلی هم خوشوقت و خوشبختم اگه تونسته باشم این کارو کرده باشم. خب بعد شما حساب کنید این جوون که برای خودش از رضا احمدی یه چنین بوتی، یه چنین شخصیتی، یه چنین آدمی ساخته، خب این یه دفعه خراب بشه، خب این جوون چه ضربه روحی میخوره؟ متوجه هستین؟ بنابراین این اراذل اوباش، این لای و لجن های اجتماع، مثل یارو علی تجزی، علی تجزی دیگه شد یه آدم دوزاریه تو این دنیای مجازی، هر جا میره یکی یه توفت و صورتش میزنه، یکی چک بهش میزنه، یکی لگدش میزنه، یکی میگه خفه شو. این دیگه اون جونور دو سه سال پیش نیست که من بدبخت میگفتم بابا این چرا من اسمشو گذاشتم علی تجزیه؟ من بابا این تجزیه طلب، من اولین باری که مزخرفات نشونده بودم این تجزیه طلبی، مشخصه که اون موقعی که تو اون طویله صدای آمریکا میره، اون زنه که چی بود باباش توده ای بود، میگو خورشیدم ستارم چی، اون یارو در به داغونه چیز بود، چشاشم آلبالگیرز میچید، یک بی پدر و مادر توده ای بود، خود کسافتش اون پدر بی شرفش از اون کنفدراسیونی بود بی شرف. من از اولین باری که این بی پدر و مادر رو دیدم و دیدم این داره نون اون بنگاه لجن پراکن صدای امریکا کار میخوره، اصلا صدا شنیده بودم این تجزیه طلبه دیگه، نخوردیم نان گندم ولی رفتیم دیدیم تو نونوایی دست مردم. به هر حال این دیگه اون جونوری نیستش که یادتون میاد چه هموتولوپی داشت، مثل صدوان کولومبو از این پالتوها بود میپوشید، صدوان کولومبو 6 تا شما رو بهش بزرگ بود تو لهستان، همه هم ریخت دودن دورش، آقای فلونی یه دم داشتن تبلیغش میکرد، یه از این اراذل اوباش بچه بسیجی های همین ولگردهایی توی چیز دنیای مجازی بودم، آقای این آدم تجزیه طلب اینا، و دیگه این دیگه اون چهره نیست. الان هر جا دهن باز میکنه 10,000 نفر میرزن سرش، صداشو ضبط میکنن، چپ و راستش میکنن، تبدیل شده به یه دستمال کثیفی که هر کی میرسیم که هر چه دستمال کثیفی یه لگد بهش میزنه، ببخشید اون به روم به قبر امام خمینی بزرگ لبادکاران. معصوم قومی هم دیگه اون معصوم قومی نیستش که میشه بابا 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 انگار سیب زمین داغ انداختن تو دهنشو، پیش الحضرت میشه صبح لپتاپ میذاشت جلوشو، نمیدونم میگفت من دختر گل آفتاب گردنم، گل زرد میزد، اینا میپرید رو خروس، میپرید رو خرس، بعد میرفت میشه پیش اون یارو پسر دلقکه است تو امریکا میخواد بشه شومنش، کیه میارو چوسمنه کیه اون، بعد ابن سینا نمیدونم چی هم چه اسم مزخرفی برای خوش گذاشته، اسم مروان دوزیده، بعد پرو بازی در می آورد، بعد میرفت پیش این یارو پسره بود ژاکت می پوشید، حالا رفته سر آرامگاه شاهنشاه، حالا رفته تو اینتر آشغال، پیش اون میشه سواره من چرا نشم رئیس جمهور، و بعد آقای تایزاده اینطوری گفته، این دیگه اون این اون نیست، اینم شده یه دم تری تاپاله وسط خیابون و دهن باز میکنه، هم میگن دیگه خفه بمیر دیگه، داری چرت و پرت میگی. چرا؟ چون هیچ کس به جز خود آدم آدمو نمیتونه خراب بکنه. اگر تمام دنیا جمع بشن بخوان منو خراب بکنن، تا من نخوام خودمو خراب بکنم نمیشه. هیچکی نمیتونه منو خراب بکنه. شما برید از من 100 تا صدا ضبط بکنین، حرف اول منو بذار آخر، آخر رو بذار اول، سر جمله رو بذار ته جمله، وسط جمله رو بذار آخر جمله، نمیشه. تا من خودم اینجا نیام نشینم حسابی خودمو شیلنگ لازم نکنم، حسابی آبروی صد خودمو نبرم، تمام اینایی که گفتم و با یه لگد نزنم، مثل بعضی هستن گاو نومن شیرده، بله یهو با لگد میزنن همه چی رو میریزن، با یه عکس ها مثلا ما میزنم بقیل هسته یکی یه عکس میگیرن تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح رولا، با یه عکس تموم شد کاره، حالا دیگه برو بالا بیا پایین، آی من قهرمان خوشبختی هم، آی من فرمانده هم، آی من نمیدونم شرمنده هم، آی من نمیدونم سرفکنده هم، تموم شد، ممر لولو برد، خودت کردی و دوستانم گفتن نکن. میگه به قول قدیمی ها گفتن که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی،
آدمی که عاقلا خب چرا بری یه کاری بکنه سری که درد نمیکنه، چرا میری دستمال میبندی میگی آخ سرم درد میکنه؟ تو سرت درد نمیکنه، تو دوست داری که سرت درد کنه. به این ترتیب حضور شما عزیزان، خانوما، آقایون، سروران گرامی عرض کنم که این از این اون بالا و بقیه ماجراها. اما حالا این مقدمه رو گفتیم و چه لابلاش هم مثل روغن نبوده یا خودمون تعریف کردیم این وسط، حضورتون عرض کنم هرچی ما به شما عزیزان اومدیم گفتیم بابا این مزدوره، اینا عاملن، رادیو تلویزیون های خارج از کشور فقط فارسی حرف میزنن، به عصای موسی، به خدا، به دریا، به اقیانوس، به سنگ، به کویر، به کوه، به دشت، به سگ، به گربه، به هر چی که میپرستید اینا عاملن، نوکرن. آقا جون من که الان اینجا اومدم نشستم تو فلان طویله لجنجلسی یا اون طویله های لندن دارم حقوق میگیرم، وقتی به من حقوق بدن رئیس به من میگه که تو باید مثلا فردا بری این کارو بکنی، میگم چشم، شما فردا دیگه تو این اتاق نیستی، باید بری بشین تو اون اتاق، اینجا مثلا اینجا ماشین نویس بودی، اونجا باید بری مثلا بشین تلفنچی، میگم چشم. میتونم بگم نه؟ میگه اشکال نداره، لطفا شما بفرمایید برید بیرون، اینم چیزتون، برگه اخراجتون. اگر بخوام قبول کنم حقوق میگیرم، اگر قبول نکنم حقوقی نمیگیرم. پس فردا میگه آقا شما دیگه تلفنچی نیستی، مثلا شما بشید دم در بشید دربون. آقا من لیسانس دارم، من تا دیروز مثلا فرض بفهمید 4 تا کارمند زیر دستم بود، بوده، من نمیگم نبوده، من رئیس تشخیص میدم شما با لیسانس، با دکترا، با پروفسور، با هرچی، شما باید بری باشی بشی پارکینگ دار شرکت. آقا من نمیکنم، در شأن من اشکال، من زور نگفتم، دستور دادم، ولی زور که بهت نگفتم که، درسته؟ بله. نمیخوای؟ نه خانم منشی، بله بنویسید این اخراج. چرا؟ تمکین کرده، گفته من نمیکنم، و حقا با رئیسه، طبق تمام قوانین جهان رئیس مؤسسه، شرکت، کارخونه، هر جایی که یه جایی رئیسی داره اون حق داره شما رو استخدام بکنه، حق داره اخراج کنه. البته اخراج کنه نه که مثلا بگه من قیافت خوشم نمیاد، نه، حق داره جا تو تعویض بکنه. حالا من به شما میگم یارو لیسانس داری بزنش دمه در، نه دیگه به این سادگی، اینقدرم خردوغر نیست. مقصود من این هستش که رئیس هستش که میاد به شما میگه آقا جون شما کارمند منی، بله، این به اتاق خبر میگه که رئیس اتاق خبر که مثلا مشت حسنه، مشت حسن بله امروز این اخبار باید گفته بشه، چشم، من کیم؟ من اخبارگوام. مشت حسن میاد اخبار میزه جلو من، اونجا نوشته که آقای رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران دیروز رفته بودم به مصر، سر قبر آرامگاه نمیگیم، قبر پدرش آخرین شاه ایران بود، در کنار ایشون فرح دیبا آخرین ملکه ایران هم اونجا بودن، آخرین خاندان سلطنت رفتن پیش آخرین شاه ایران و آخرین دیدار را کردن که آخرین دیدی آخرین. من اینو باید بخونم، اگر نخونم حقوقی در کار نیست. بنابراین عقل ضعیف بنده به بنده میگوید که هر کس که حقوق میگیرد به میزان حقوقش فعالیت میکند، هر کس هم که حقوق نمیگیرد خب پس اون دیگه دمش گرم، اون خودش داره انجام وظیفه میکنه. بنابراین اینایی که اونجا تشریف دارن اینا حقوق میگیرن عزیز من، و چون حقوق میگیرن هرچی هم بزن جلوشون میخونم. اینم گفتم، حالا برای چی؟ من برنامه امشب رو با اجازه همه میهن پرستان و خانواده بزرگ فرخزاد عزیز اختصاص میدم، تدیه میکنم، تقدیم میکنم به دکتر فریدون فرخزاد، جاویدنام، نه زنده یاد، واقعا جاویدنام. فکر کنم من بارها حضورتون عرض کردم که من دکتر فریدون فرخزاد جاویدنام رو چندین و چند بار افتخار داشتم، از نزدیک دیدمش و نه فقط دیدمش، نشستیم و یه دل سیر باهش گفتگو کردم. متاسفم حیف باشه اون موقع از این تلفن ها نبود، عکسی چه بدونم، مثلا حداقل از این 2 دقیقه بگیم فریدون خان اجازه داریم ما یه فیلم برداریم، هیچ وقت نمیگفت نه، یه فیلمی بگیریم و فلان اینا. بر حسب تصادف یکم از ما یه ویدیوی گرفت، اصلا نفهمیدیم این کاسه تو کی برد، چی شد اینا، حالا مهم هم نیست.
به هر حال ایرانی دیگه. بگذاریم و میتونم ادعا بکنم که من در همون چند دیداری که افتخار داشتم، واقعا میگم باعث افتخارم بود، این مرد شریف، این مرد بزرگ، شومن، هنرمند، آوازخوان، هنرپیشه، تهیه کننده و کارگردان، نویسنده، شاعر، منتقد و یک انسان بسیار هنرمند واقعا و اخلاقا انسان بسیار شریف و دوست داشتنی و مهربان، بشر دوست، میهن پرست، چقدر انسان ها رو دوست داشت. چقدر ببینید، انسانی که با جیب خالی، با داشتن امکانات، یعنی شما فرض بفهمید یه فوتبالیست خیلی معروف هستی، پیشه خواننده، برای آدم هستی که همش تو پول بود یا به اصطلاح خب از این طریق داشتی زندگی میکرد یا طریق هنرت، برشم یه هنر دیگه. و این انسان نه به دلیل اینکه بعد رفته الکلی شده، قمارباز شده، توحیدست شده، نه، مثل قمر بزرگ در توحیدستی یا واقعا در وضع صفر، حداقلش اینه که بگیم یه دعشایی تو حسابش نبوده، چشم از جهان فرو میبنده، این انسان قابل احترامه. و من خیلی خوشبختم جز آدمایی هستم که هیچ وقت من دفترچه حساب پسنداز نداشتم. حساب من همیشه همون حقوقم هم بوده، شاید مثلا یه 500 تا 1000 تا مثلا اضافه بعضی موقع مونده روش، همطوری مونده، ولی نذاشتم به یه مدت طولانی برسه. و همیشه هم اعتقادم بر این هستش که آدم باید به هم نوع خودش، در حد خودش، در حدی که میتونه، اگه ما 1,000,000 دلار درآمدته، خب خیلی باید کمک بکنیم، ما 1,000 دلار درآمدته، یه 10 دلارش کمک بکنیم، 100 دلارش کمک بکنیم، به جای بر نمیخوره. و معتقدم که انسانها باید به انسانها کمک بکنن، چون در نهایت زندگی کوتاهه، حالا 80 سال، 90 سال، 100 سال دیگه، بیشتر از این که 100 تا عید نوروز دیدی دیگه، 100 تا چه بدونم شب چله دیدی دیگه، 100 تا دیگه بیشتر که نمیتونی ببینی که دیگه، بیشتر از 100 سال که نمیخوای اون بکنی. یه اسم خوبی مثل عارف قزوینی، عارف هم مرد با توحیدستی، هنرمند بزرگ، مبارز بزرگی بود، از سران مشروطه، از هنرمندان بزرگ مشروطیت، و اونم یعنی در اصل به قول فریدون خان که میگفت من هر وقت عارف، یاد عارف قزوینی میفتم، یاد زندگی خودم میفتم، زندگی خودم در اون دارم میبینم. و انسان خوبه کمک بکنه، انسان خوبه به هم نوع خودش کمک بکنه. میدونم بعضی موقع میگه بابا به من چه مربوطه، به چند نفر کمک کنم؟ نمیخواد به چند نفر، به همون یه نفری که الان دم دستته میاد جلو. استاندویچ داری میخوری، بذار نصف شکم تو سیر بشه، نصف شکم اونم سیر کن، حالا حتما معدت باید پر بشه، خب خورده دیگه، نصف شکم اونم سیر، استاندویچ نصف کن، نصف بده اون بخوره، کم نمیاد. شاید با همین یه لقمه اون بدبخت یه روز زندگی کنه، فردا یه فرج تو زندگیش بشه. اگه اون یه لقمه رو نخوره شاید همونجا بمیره، ولی تو اگه نصف بخوری نمیمیری، نصف خوردی، نصف شکمت پر شده. و اینا خب حالا دیگه یه اعتقاداتی است که با انسان بزرگ میشه، هرچه سنت بالاتر میره این اعتقادات در تو بیشتر ریشه میدونه و بیشتر تو در اون اعتقادات فرو میری. مثل آدمای خرافاتی هستن، اصلا بولا میشه بی خود که قول و بلا میخونه، یقش میده تو خشتکش میزنه بیرون، دیگه عادت کرده. تو این تا صبح بگو بابا این چرت و پرتا چی، آقا نمیتونی این نمیتونی دیگه به راه راست دادش کنی، بیچاره 50 سال بولا شده بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، هی چیزو خونده دور خوشه فوت کرده، این دیگه تو نمیتونی بعد 50 60 سال بگی بابا این چرت و پرته. بزنید تو حال خودش باشه، هر آدمی رو بذارید تو حال خودش باشه. به هر حال این هنرمند بزرگ، این هنرمند ملی که عرض کردم افتخار داشتم چندین بار با این مرد نامی هنر ایران نشستم و یه شب روان شاد بهشون خدمتشون عرض کردم که هیچ وقت فکر نمی‌کردم فریدون خان هر چی تو دلمه بتونم از یه هنرمندی بپرسم، مثلا خب راجع به بعضی از هنرمندا خصلتاشون، اخلاقاشون، چه اصلا چجوری خواننده شدن، چجوری هنرپیشه شدن، اینا میپرسیدم و چقدرم بیریا، چقدرم قشنگ، تا اونجایی که خب به شخصیت افرادی برنخوره، بسیارم انسان شریفی بودن و حفظ کلام میکردن و خیلی چیزها رو خب برحال که نباید ما بدونیم و پشت پرده بین خود هنرمند هاست رو نمیگفتن، در حدی که بتونن یه پاسخ به ما داده باشن. و بسیارم انسان
باهوش و خیلی با ذکاوت بودن که میدونست من مثلا فرضاً راجع به فلان هنرمند میپرسم در چه حدی میخوام بدونم، در همون حدی که روح من ارضا بکنه. و این مرد شریف در طول زندگی خودش وقتی که به قتل رسید توسط عوامل جمهوری اشغالگر اسلامی، که شک و تردیدی نکنید چی مثلا کشته؟ کاگبه، CIA، موساد، اینتلیجنس سرویس، وزارت اطلاعات آلمان، اینا نه چرت و پرت. فرقه تبهکاران آدم فرساد خارج از کشور، حالا باهاش رفیق بودن، دوست بودن، گول خورد به خاطر مادرش. من وارد این بازی نمیشم چون ما اون لحظه نبودیم، نمیدونیم پشت پرده چه میگذره. اما آنچه که مسلمه، فرقه تبهکاران عامل قتل دکتر فریدون فرخزاد که 100% هم لو خواهد رفت، یعنی در ایران آینده پروندهش لو میاد، قاتلینش مشخص میشن، دستور دهنده مشخص میشه، چجوری اومدن، چجوری باهاش تماس گرفتن، چه و چه. که مثلا این کی، این یارو مردک میگه درفش کاویانی داشته و فلان اینا، من چرا گنجیه که این یارو، این دختر توپلی هم داره، میاد و اون مزخرفاتو میگه و اینا، ما اخراجش کردیم و از درفش کاویانی و رفت با جمهوری اسلامی. نه دیگه، دیگه میگه حرفو ببینه دهان کی بیرون میاد، میدونی؟ یه حرفی از دهان مثلا فرض بفرمایید جناب دکتر حسن رهنوردی بیرون میاد، از دهان سرکار بانو حاله بیرون میاد، خب این حرف بار داره، اعتبار داره این کلام. یه حرفی مثلا دهان معصوم قومی بیرون میاد، خواهد هم باید بینه دهان کی داره حرف بیرون میاد، نه؟ بنابراین این مرد شریف تا وقتی که اومدن و به قتل رسوندنش، بنا به گفته ها، به شواهد و اسناد، من دیگه تا این حد نه ایشون رو میشناختم، نه تو خونش بودم، نه رفتم سند دیدم، بنا به شنیده ها، اسناد، شواهد و گفته های اطرافیان بسیار نزدیکتر ایشون، 3 یا 4 ماه کرای خونش هم عقب افتاده بوده و به قول ماها که تو آلمانی میگیم زیر مینوس بود، یعنی تو حسابش تا یه سقفی شما حق دارید برید پول برداشت کنید، بستگی به نوع حقوقت داره، مثلا بعضی حقوقشون ماهی 10,000 یوروه، بانک بهت اجازه میده تو تا ماهی 20,000 یورو زیر سقف بری پول از حساب بکشی بیرون، بعضی مثلا 1,000 یورو حقوقشونه به تو تا زیر مثلا تا 300 یورو بدین اجازه رو میده. این مرد 700 یورو هم زیر حساب بود، یعنی شماره حسابش که میدیدی زده بوده منفی 700، نه به علاوه، یعنی 700 یورو هم به بانک بدهکار بوده، به جز 4 برجی که به کرای خونه بدهکار داشته. یه چیزم تا الان یادم نیست، هم تو محض گفتن یه عددی تا اونجایی که تو خاطرم میدونم 150 دلار 200 یورو یا مارک به عبارتی تو جیبش بوده. یعنی میخوام در نهایت این رو به شما بگم که مثلا شماره حسابش رو نگاه کنی، یه انسانی که در ایران حداقل یه فیلم سینمایی بازی کرده، سالها شومن بوده، کارمند رادیو بوده، یعنی حقوق بگیر بوده و حالا کادوهایی که گرفته دیگه، کاباره‌هایی که برنامه داشته اینا، یعنی پولساز بوده. فریدون فرخزاد زنده یا جاویدنام یه شخص پولسازی بود، یعنی وقتی تو باکارا یا تو میامه یا حالا هر جا که ایشون برنامه داشته تو کاباره ها، روسه میرفت مشتری رو میکشید میابرد تو کاباره، پولساز بود. و برنامه هایی که اجرا میکرد تو تلویزیون، برنامه هاش بود که برنامه که تولید میکرد پولساز بود، برنامه مثل میخک نقره‌ای. خب یه آدمی با اون حجم پولی که در آورده، با اون اسمی که داشته، بعد مترجم بود، فقط کافی بود این فقط بشن کار خودش انجام بده، بشه کتاب ترجمه کنه به آلمانی، آلمانیش پرفکت بود، دکترا داشت. و حضور شما عرض کنم که خب وجدانا اگه تو حساب همچین آدمی مثلا میگم به طور مثال 100,000 مارک پول می بود، چیزی نبود، تعجبی نبود، 100,000 مارک پول داشته، یه ماشین، حالا نمیگم بنز آنچنانی، ولی یه بنز زیر پاش بود، یه BMW زیر پاش بود، ماشینش مثلا 30,000-40,000 مارک بود، چیز تعجب آوری نبود، یه خونه باید می داشت در آلمان، در همون شهر بون، یا آپارتمان، خیلی مرزون بود دیگه اون موقع، اون موقعی که ایشون خودشون هم بودن و همون اوائلی که اومده بود در آلمان، خیلی راحت میتونست با بله
80-90 هزار مار، 100 هزار مار، یه آپارتمان خیلی شیک بگیره با وسایل خیلی شیک، یعنی عادی اینه که من میگم یه هنرمندی در من بعد این آپارتمان میداش با وسایل خیلی شیک، یه ماشین خیلی شیک دم خونه، حساب بانکی اوکی، و کنسرت هایی که برگزار میکرد. به کدوم خواننده میگفت بیا کنسرت من؟ میگفت نه. هیچ کس، من با صراحت با قدرت بهتون میگم، هیچ کدام از خواننده هایی که همه ما میشناسیمشون، نه این در پیتی هایی که بعدها اومدن شبنامه و نمیدونم سیاه و سفید اینا، نه این منظور و من فشار و فلان اینا نه، اونایی که صاحب نام بودن تو ایران، به هر کدومشون یه سر تلفن بهشون زدم، فقط میگفت الو منم فریدون، میگفت کجا بیام، کی بیام، اوکی. خب میدونید این چه پولی میتونست بسازه؟ تو همین آلمان فقط کافی بود ماهی یک دونه کنسرت تو یکی از شهرهای آلمان بذاره، در عرض یک ماه یه کنسرت میذاشت تو پاریس، یکی میذاشت تو هامبورگ، یکی میذاشت تو برلین، توی لندن، این سه تا کنسرت خیلی هم راحت، هیچ کاری هم براش نداشت، هر کنسرتی راحت راحت 10,000 مارک میذاشت کنار، راحت ها 10,000 مارک هیچی نبود، میذاشت کنار، ماهی 30,000 مارک، نصفش هم خرج سفر و هتل و دوماچ بکن و ماچ بکن، ماهی 15,000 مارک میذاشت کنار. این کارو تا همین الان هم میکرد، تا همین الان اگر نکشتونه انشاءالا بگیم تو نرمال زندگی میکرد، تا همین الان هم میکرد. شما بشین حساب دو تا چهار تا بکنید، مرد الان چقدر بود تو حسابش بود؟ اصلا الان 7-8 سال هم بود میکرد، ول... مثلا ماهی یه بار حواس میکرد، میگفت دیگه کنسرت بزرگ میذارم، از خواننده هایی که دیگه حالت پیش کسوت پیدا کردن، یهو تمام ستاره ها رو جمع میکرد، مثلا فرض ببین تو فلان سالن تو هامبورگ، بعد دیگه کار 1,000 نفر 2,000 نفر نبود، یا مثلا 50,000 نفر میرفته، ببین باز چه پولی پارو میکرد، یعنی آدم پولسازی بود. بعد این آدم با این توهی دستی از دنیا رفت. خب من اگر در برابر آرامگاهی آدم سر تعظیم فرود نیارم، اگر حداقل یک برنامه 2 ساعته رو برای این مرد که افتخار داشتم دستشو بوسیدم، دستشو کشید ولی من بوسیدم، یعنی هر بار دیدم این کارو کردم و چند بارم به گریه افتاد، اشک برسود تو چشاش و به من گفت این جملهش، گفتش که خیلی جوان مردی، خیلی خیلی لوتی هستی، دست کشیم رو سر من و من گفتم نه من وظیفمه، شما خیلی بزرگی، من خیلی افتخار میکنم درباره همچین مرد بزرگی ایستادم، واقعا هم میگم در برابر شما هم میگم، من افتخار میکنم درباره همچین مرد بزرگی ایستادم و سر تعظیم فرود آوردم، هنوزم میگم به خدا قسم. و خب یک چنین انسانی رو طبیعیه که من میتونستم بیام و مثلا هر سال میومدم و یه نیم ساعت و یه ای شرقی غمگین پخش میکردم و یه دوتا هم از صحبتاشو، بعدش میزدم تو دک و پوز لگن فروش دزد و تو دک و پوز این و اوضاع چه خبر رو، و همون برنامه‌ای که رضا احمدی باید پیاده بکنه و فقط تکیه بکنه به جریان میهن پرستی، که میهن پرست باشید، تا میهن پرست نباشید ایران درست نخواهد شد، کار قضیه رو میکندم و میرفتم. اما نه، امسال این کارو نمیکنم. چرا نمیکنم؟ به دلیل اینکه در این شرایطی که ملت به گروگان گرفته شده ایران، ملت بدبخت شده ایران، من نمیدونم چه جمله ای به کار ببرم، یه ملتی که به بد روزی افتاده. حقیقتش من به شما خدمت شما عزیزان عرض کنم که من خودم بارها حضور شما عزیزان عرض کردم که ملت بد نقشه هایی براتون کشیدن، بد بلایی سرتون میارن، یادتون میاد همیشه گفتم اینو، شرافتن به شما بگم من خودم عمق فاجعه رو تا این حد دیگه فکر نمی کردم، ولی می دونستم بعد بلای سرتون میاد. حالا چه بلایی تا چه حدی قرار بوده این بلاه سرتون بیاد نمی دونستم، حقیقت بگم، یعنی می گفتم نه دیگه، من حدس می زدم اگه کار به اینجا بکشه یک انفجار بزرگی که خدا رو صد هزار مرتبه شکر هنوز انفجاری در کار نیست، الحمدلله القاسم الجباری. و نمیدونم دیگه، حقیقت بگم من نمیدونم شماها کی تکون میخورید، یعنی این کارده باید به کجا بخوره، چون زمینه داخلی آماده، زمینه خارجی آماده، زمینه تو دریا آماده، توی خیابون آماده، تو بیابون آماده، زندانا پر، فقر، فلاکت، دزدی، بیچاره، همه چی آماده، رهبر آماده، دیگه چیز رهبرم نداریم، قرص قش رهبرم نداریم که بگیم فعلا قش میکنیم، رهبر نیست، همه چی تمام فرمایشات اعلیحضرت فرمایشاتشون گفته شده، دستورا داده شده، تیما چیده شده، اولیا حضرت تکلیف رو روشن کردن، فرمان مشروطیت
صادر شد و چه و چه، چرا تکون نمیخورید؟ نمیدونم، نمیدونم. به قول حسن کچل یادم افتاد، گفتش که من با یه زن حرف نزدم تا حالا، نمیدونم چی میشه. راست هم میکنم، من با تا حالا با یه زن حرف نزدم، نمیدونم با یه زن حرف زنم چی میشه. که بعد همزادش گفت من تو رو با یه زنی آشنات میکنم، خجالتت بریزه، خودتو بگو درشت باشه یا ریزه، سیاه باشه یا نمیدونم سبزه یا همچین چیزی. منم الان اون حکایته، واقعا نمیدونم. شماها تا حالا با یه زن حرف نزدید تا حالا؟ ولی پیش خودم میگم چرا ملت ایران با زن حرف زده؟ بابا انقلاب مشروطیت کرده، انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم کرده، پس ملت ایران حرف زده، انقلاب کرده. ما بخوام حالا به این شکل برش گردونیم، نه، پس ملت ایران بنمایه‌شو داره. پس من نمیتونم بگم من تو رو با یه زنی آشنات میکنم، من میخوام تو رو بیام با یه انقلاب باشم، من میخوام به شما تعریف بکنم انقلاب یعنی چی. من سکی باشم یه حرف رو بزنم، ملتی که ستارخان و باقرخان و بیبی مریم بختیاری رو داشته، بعد من بیام به ملت بگم ملت چجوری باید بیای تو خیابون انقلاب کنی؟ ملتی که دک و پوز قاجار رو زده، تاج گوشت رو سر رضا شاه بزرگ، من بیام به این ملت بگم من تو رو با یک زنی آشنات میکنم، من تو رو آشنا میکنم تو چجوری انقلاب کنی؟ ملتی که ماشین پادشاهش میزه رو دوشش میبردش مجلس شورای ملی، میگه آقا شما باید بشی شاه، بعد من تو رو با یه زنی آشنات میکنم؟ نمیشه که. ها، ملتی که فتنه 32 مصدق رو دیده شاهشو برمیگردونه، ملتی که سال 41 انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم سینه سپر میکنه وای میسه جلو لات و لوتای بازار و قمکشای تو قم، بعد من بیام بگم من تو رو با یه زنی آشنات میکنم خجالتت بریزه، من بیام به شما بگم چجوری باید انقلاب کنی؟ بعد ملتی که سال شکوفایی ایران رو در سال 46 هنگام تاجگذاری خدایگان میبینه، ملتی که سال 50 رو داره میبینه، 2530 شاهنشاهی رو میبینه، خب من بیام به ملت چی بگم؟ ملتی که از 1150 تا 1157 تا 2537 شاهنشاهی رو داره میبینه که یک مرتبه این جامعه توسعه اقتصادی، رفاه، پیشرفت، ترقی در تمام زمینه ها، آمار با سرعت هرچه تمامتر در همه زمینه ها داره میره بالا، وزارت برنامه و بودجه دیگه نمیدونه کجا برنامه ریزی کنه، بودجه چی رو درست کنه، همه چی افتاده، ساختمون سازی، پل سازی، سد سازی، فرودگاه سازی، کارخونه سازی، جاده سازی، هم تو بساز بسازه، بعد بساز بساز درست، مثلا نمیان وسط تهران مثلا کارخونه سیمان بزنن، مثلا یهو تهران صاحب ساختمون 500 طبقه نمیشه، تهران هنوز قشنگ مونده، یعنی تو با میسه خیابون شاه هنوز کوه دماوند رو داری میبینی، هنوز شمرون میری خنک بشی، آره همین جرما اینطوری کلافت نمیکنه که بعد بیان درختا رو ببرن بعد درخت درست کنن وسط با آهن، خب بعد ساختون پلاسکو رو سرت خراب بکنم، بعد مثلا شهردار بشه قالیباف دزد بیناموس. خب من بیام بعد به این ملت بگم که من تو رو با یک زن آشنات میکنم خجالتت بریزه، خودتو بگو سفید باشه یا سبزه، درشت باشه یا ریزه. خب این زشته دیگه، من بیام اینو واسه ملت این شعر رو بخونم؟ این شعر مال زمان خودش بوده، مال زمان پیش از امضای فرمان مشروطیت توسط مزخرف‌الدین بوده. بنابراین اینی که من رو کار شما ملت دیگه موندم و الان فقط میام اینجا میام میشینم، حقیقتش به شما بگم شدم سنگ صبور این دخترها، این پسرها، طفلکا، هیچ کس ندارم. هر کدومشون دونستن این کانال این رضا احمدی کیه، حرف دل ما رو میزنه، میان تو کانال یه چیزایی میگه، من شدم سنگ صبور اینا. و اینا اگر بدونم اینا هم یه جا و مکانی دارن که برن به اون وصل بشن، اون طرف بشه سنگ صبور اینا، ما هم میبوسیم میذاریم کنار، خدا وکیلی. چون من موندم واقعا، هر چی امروز داشتم فکر میکردم اتفاقا که یعنی کلا در طول آخر هفته حضور شما عرض کنم داشتم فکر میکردم مثلا بعضی از کشورها اومده بود تو سرم، مثل پایوا گینه نو، خب مثل مثلا لسوتو، یه جایی بگم که اصلا گیج بشین کجاهاست، مثل رواندا، مثل جامائیکا، اونجاها رو داشتم فکر میکردم که در اونجا هم چه تغییر و تحولاتی شده، یعنی ملت این کشورهایی که نام بردم
اینا چه تغییر و تحولاتی در طول حیات زندگیشون دادن. یعنی حد اکثرش رو بخوام بگم از سابقه این کشور رو که نام بردم، صحبت مثلا 60-70 ساله، بیشتر نیست. 40 سالش که مملکت ما اشغاله، بگو یه 40 سالم تو دوران پهلوی، بله 70-80 سال، بیشتر نیست. بابا دمشون گرم، وایسادن جلو استعمار، وایسادن خیلی کارا کردن. و من موندم حقیقتش. دروغ چرا، در گوشتون بگم، یادم میاد هی به من گفتن آقا احمدی یه چیزایی ریختن توی آب سد کرج، تو رودخونه کرخه، تو نمیدونم کارون، تو نمیدونم یارو چی چیه زاینده رود، نمیدونم چی رود، تلخ رود، شیرین رود، اینا دادن ما خوردیم بی غیرت شدیم. دروغ چرا، در گوشتون بگم، منم یواش یواش داره باورم میشه، به خدا جدی میگم، منم داره باورم میشه. شاید واقعا خدا رحمت کنه آج خانم ما رو چیز خورتون کردن. چون آخه من میشه از صبح بلند شی فقط دست تو جیب همکارت باشه، بعد بچه هم خیلی راحت میگن آقا احمدی ما از صبح دستمون تو جیب هم دیگه است. خب این خنده داره این؟ نه خودمونی وجدان، این خنده داره؟ یعنی من به عنوان یه جوان 20 ساله برم تو خیابون هیچ برنامه‌ای نداشته باشم، حتی نتونم برم از خودم یه نوشیدنی و یه آب میوه بخورم. با من تو تهران تو همین زمان حیوانات اسلامی دلم می‌خواست من آب میوه می‌خوردم، چیزی نبود، صحبت 25 ریال و 30 ریال و صحبت 3 تومن و 4 تومن و 5 تومن بود. بهترین آب میوه رو ما می‌خوردیم 5 تا تک تومنی بود. آب میوه بهت میگم تا نمی‌تونی همشو بخوری. ساندویچ دیگه چقدر چیزی نبود، 5 تومن 4 تومن، آره چیزی نبود. بعد چطور امکان داره من در 35 سالی که من بیام بیرون بعد صحبت بشه میلیارد؟ خب دیگه چجوری تریکمون بزنم به مملکت؟ بعد شما هنوز نشستین، بعد نه اینکه نمیدانم چی میشه، خدا خودش کمک بکنه، خدا ایشالله خودش باعث و بانی ذلیل بشه، الهی که به تیر غیب بیای خامنه ای، الهی که نسل هرچی آخونده کنده بشه، چرا دیگه تکان نمیخوریم، چرا ایجور شده ورم کرده، اینقدر حرص خوردم دیگه نفسم بالا نمیاد. این با این کار درست نمیشه که ای تو بشین مرکه شیره ای رو نفرین کن، از این بمیره اصلا، همین امشب علی شیره ای سقه سر بکنه به تیر، اصلا کجا معلومه مرکه اصلا نمرده، ولی تکلیف روشن نمیشه. به هر حال حضور شما عرض شود که خیلی خوشبختم و خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم از این که میبینم هر روز حرفای من داره ثابت میشه، که امروز بنگاه لجن پراکنی بی بی سی که براستی لجن پراکنترین بنگاه رادیویی و فرسندهی و رسانی در سراسر جهان به هر زبونی ها، این بی پدر اومده به صد زبون داره زرزر میکنه، به زودی فکر کنم زبون زرگری و زبون سوسکی هم به چیز به این بنگاه لجن پراکنی اضافه بشه. بی پدر و مادر، لعنت به روح پدر و مادر وزارت امور خارجه دولت جنایتکار استعمارگر کثیف انگلیس، کسافتا، هیچ چیزی در این شرایط دیگه ندارید بگید، اصلا تو رو سننه که میخواید از فریدون فرخزاد یاد کنی، به تو چه مربوطه؟ آخه من از فریدون فرخزاد بگم، من ایرانیم، هنرمند کشور منو اصلا ندیدمش، نه هیچی، هنرمند کشور منو به قتل رسوندن، من طبیعیه که باید بیام یادی بکنم از فریدون فرخزاد، یه آهنگ ازش پخش کنم، دوتا کلامش هم پخش کنم، و خیلی هم ناراحتم، قلبم هم شکسته و فلان اینا، حقمه، اصلا بدم میاد ازش، اومدم میشنستم دارم انتقاد میکنم، آقا حقمه، چرا؟ چون ایرانیم، تو بی پدر و مادر بی شرف، تو ایرانی نیستی، تو غلط میکنی، چیز میخوری که اصلا راجع به فریدون فرخزاد حرف بزنی، نه فریدون فرخزاد، اصلا تو غلط میکنی، تو چیز میخوری، مدیر نامحترم کثافت بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و سایر مدیرای نامحترم کثافتی مثل اینتر، آشغال و صدای امریکا، شما به گور پدرتون میخندید که اساسا راجع به ملت ایران اظهار فضله بکنید، بی ناموسا. حال کردین دیکتر رو؟ حالا حسابشو بکن همه تون، تمام کارمندا و دوربینچی و آبدارچیتون همین الان دم دستم هم بودید، بی پدر و مادرها، چنان میزدم تو دک و پوزتون که دندوناتون این آکاردون بره تو معدتون، و این بلا رو سرتون میاریم. اگر یک دونه از شما کارمندای این سه طویله، اونجا طویله است،
نه تلویزیون. حالا هی گرد چنگایی هم برین یه غلطای زیادی بکنین، مثلا از رضا شاه بگین، از شاهنشاه بگین، مثلا یه جورایی بخواین خودتون با هم وصل بکنین، سر آرامگاه ایشون برین گل بذارین، یه چیزی رو بذارید بهتون بگم آویز گوشتون بکنید. بنگاه‌های لجن پراکنی اینتر آشغال، صدای امریکا و بی بی سی، اگر جرأت کردید پاتون رو بزنید تو ایران بعد از فرقه تبهکاران، همه تون بدون استثنا فرش قرمز زیر پاتونه، شما تو مردش باش زنش باش با پاتون بزنید تو ایران، همه تون وقتی بیاید بلا فاصله بلا فاصله باید دولت آینده ایران، بچه اینا رو گوش کنید، باید شما رو دستگیر کنه، ببره بذاره تو زندان، فیلماتون رو بذاره جلوتون، محاکمتون کنه. اگه با پاسپورت خارجی میان که باید ویزا بگیرید، که ویزا نباید به شما داده بشه. اگر به عنوان ایرانی میاد، چون شهروند ایرانی هست، باید محاکمه بشید، باید به سزای اعمالتون رسیدگی بشه، به سزای اعمال همتون باید رسیدگی بشه. آزادم شدید که شدید، باید توضیح بدید که چرا میرید یه نفر رو ور میدارید میارید از نمیدونم مغولستان کجاست اون یارو چسونهه که میشینه مدام میپره تو دهن پادشاه ایران، اون که نظر تنگ قیافش اینه موش صحرایی میمونه. ها اینو بهتون گفتم که حواستون جمع باشه که خیلی گوه زیادی میخورید. سه بار خواستم بگم حرفامو خوردم ولی من عادت ندارم حرفامو بخورم، که میشینید راجب دکتر فریدون فرخزاد زر زیادی میزنید بی ناموسا. هنوز شاگردای این بزرگ، شاگردای این بزرگمرد که یکی از اون شاگردا و افتخار من باشم، هنوز شاگرداش نمردن. ما دیگه اجازه نمیدیم، حداقلش من دیگه اجازه نمیدم پشت سر قهرمانان ملی کشور من، پشت سر پادشاهان ایرانساز پهلوی، پشت سر نظامیان ارتش شاهنشاهی ایران، حتی تیمسار نصیری که حتی همقطاران خودش جرأت نمیکنن خاک بر اون سرتون کنن، که جرأت نمیکنن اسم تیمسار نصیری رو بیارن. چرا؟ خود چیزی نگید، رئیس ساواک بوده، زنده یاد تیمسار، ارتش بود نصیری، روان شاد. همون احترامی رو که من برای جهانبانی، رحیمی، خسروداد، ناجی، نشاد، امینی افشار و سایر بزرگان عمرای ارتش شاهنشاهی ایران، خسروانی قائل هستم، همون احترام رو برای تیمسار ارتش بود نصیری قائلم. همون احترام، با احترام، با افتخار بر سر آرامگاه این مرد بزرگ، این نظامی شریف ایران میرم و دست گل میذارم، همون احترامی که به شعبان خان جعفری میذارم، با کمال احترام افتخار میکنم دست این پهلوانم بوسیدم. من سلطنت طلب خجالتی نیستم، شعبان خان جعفری پهلوان ایران بود، روان شاد، گوه میخوره هر مصدقی بهش فوش میده، بیمخ جد و آبادتونه. اگر اون بیمخ بود 28 مرداد شاهشو برگردون، شما با مخ بودین خمینی رو با آفتابه آوردین به ملت ایران تحمیل کردین، شما انقدر مخ دارید که نوکر مصدقین که با زیر شلواری تو بالا پشتمون قایم شده بود، بین آموزای بیشرف، اینجوری باید تو دهنتون زده بشه. شما تو دهنی نخوردید که هنوز میشینید غلط زیادی میکنید، بین آموزای بیشرف، مجددا عرض میکنم بین آموزای بیشرف. اگر مشروط خواها جیگر داشتن و می نشستن جلو دوربینا تو دهنتون اینطوری می زدن و به خاطر یه لقمه نون و میکروفون نمی رفتن نوکر کثافتی به اسم لگن فروش دوز که تمام وجودش از لجن و نجاست این کثافت پره، اگر ملت ایران، اگر میهن پرستان این شرافت اخلاقی رو داشتن که جلوی این دوربینا می شستن تو دهن شما بیشرف ها می زدن، کار به اینجا کشیده نمی شد. از بس نشستین هی گفتین اتحاد بکنیم، بشینیم با اینا گفتگو بکنیم، اینجوری حرف نزنیم، اونجوری که حرف نزنیم، این کار نکنیم، اون کار نکنیم. حالا من باید بیام جنگکاری شما آشغالا رو رو دوشم بکشم که هنوز هم دارید نوکری میکنی، خاک بر اون سر بی ارزتون کنم، یه مش بزدل به اسم میهن پرست نشستن، بعد ناراحتن که چرا چهار تا انگل بی سواد میان میگن که تظاهرات را بندازیم فراجناهی، که وقتی تک و تنها زدم تو دهنشون و شرفم رو به میکروفون افروختم، حالا اومدن میگن فراجناهی ها، ولی میتونید عکس شاهزاده رو بیارید. ناموس و شرف نداره اون کسی که بره در تظاهرات این اراذل اوباش، این تریاکی هایی که
مرکزشون تو لندن و اینور اونوره، خانه عفاف دارن. شرف ندارید اگه تو تظاهرات اینا شرکت بکنید، همه تون بی شرفید. هر میهن پرست شرافتمندی که بره در تظاهرات عوامل جمهوری اسلامی که به اسم دروغین مشروطه خواه برای شما تظاهرات ها میدازن شرکت بکنه، از هر بیشرفی پس فطرت در و بیشرف داره. دروغ میگی. یه مشروطه خواه همیشه با شناسنامش جایی میره. خاک بر اون سر ریقو تحصوتون کنه که از چهار تا لچک به سر میترسید، خاک بر اون سرتون کنه. بعد نشستید میگید چرا مملکت درست نمیشه، چطوری درست بشه؟ همتون دارای تلفن و کامپیوتر و لپتاپ و چتاب و چستاپی، نرفتید یه ایمیل بزنید به بنگاه لجن پراکنی بی بی سی که بی پدر و مادر تو به گور پدرت میخندی راجع به دکتر فریدون فرخزاد هم چی زری میزنی؟ اون مرد امریکایی رو که اومدم براتون پخش کردم زد تو دهن همین بنگاه لجن پراکنی بی بی سی. چی بود اسمش اون آقای امریکایی اومد گفت آقا چرا دارید راجع به پرزیدنت ترامپ زری میزنی؟ برای من تا این لحظه 14 تا فقط ایمیل اومد، 14 تا سند اومد، 14 تا ایرانی برای من سند آوردن که رفتن به این مرد ایمیل زدن، اتفاقا جوابم گرفتن، جواباش هم برای من فرستادن. 8000 نفر، 8000 ایرانی توی تلگرام با من در ارتباطی، فقط بیاید بشین با من چرت و پرت بگین و چت بکنین. آقای احمدی به نظر من، آقای به نظر تو برو سر قبرت. من کی از تو نظر خواستم؟ من از تو فعالیت میخوام، من میخوام تو سرباز باشی. من کی از تو نظر خواستم؟ من کی از تو خواستم تو بیای برای من فهرست آبگوشتو بنویسی؟ من کی از شما هست؟ مثلا به نظر شما احتیاجی ندارم. یه ایمیل جرئت نمی‌کنی تو خارج از کشور نشستی، اونی که تو داخل کشور من درکش می‌کنم، تو خارج از کشور جرئت نمی‌کنی یه ایمیل بزنی به یه آمریکایی ازش تشکر بکنی، جرئت نمی‌کنی یه ایمیل بزنید به بنگاه لجن پراکنی بی بی سی بزنید تو دهن این بی‌ناموس کثافت در به داغون چسونه. این بیناموسایی که دارن شرف نداشته خودشونو ناموس نداشتنش به حراج گذاشتن، یه ایمیل بزنی میشه دهنش تو گور پدرت میخواد فلان فلان شده که به فریدون فرخزاد توهین میکنی، در به داغون آشغال. بعد نشستین خارج از کشور شورا بازی را میندازین و دکتر فلانی و دکتر فلانی و شورا میندازین، یه زنم هستش در به داغون کثافت آشغال، ما میخوایم شورای براندازی را میزنی، خفه بمیر در به داغون چسونه با اون قیافه، خفه بمیر بی سواد، خفه بمیر مردشون رو فکته ببرن تو این لجن جلس را افتادی مثل قاری قرآن خونا، خفه بمیر آشغال در به داغون، خفه بمیر کسافت هنوز سکسیت تو دست بچه هاست. کوری نخونید الکی، تا زمانی که شما ایرونی ها مرد ها ایرونی، تا زمانی که مرد نشی، تا زمانی که با مش ماین هستین جلو دشمن، همین آشو همین کاسه هست. ببین چه بلایی سر مملکت آوردن. بعد مثلا خارج از کشور کی با کی حرف زد، کی با کی رفت تو رخت خواب، کی با کی قرمه سبزی خورد، این رفته به اون ماچ داده، تو رو سنن کی با کی رفته تو رخت خواب، کی به کی ماچ داده. یارو اختیار بدن خودش هم نداره. خیلی حرفه ها. همه شدن فضول رفتن تو کار رخت خواب و زندگی مردم. مملکتتون رو بردن، بچهای مملکتتون دارن صدر آشغال دارن غذا میخورن. چرا اینقدر چرت و پرت میگین؟ چرا اجازه میدین به بزرگان مملکتتون توهین بشه؟ چرا اجازه میدین به شرف و ناموستون توهین بشه؟ چرا اجازه میدین به بزرگی به اسم فریدون فرخزاد توهین بشه؟ اون موقع که زنده بود میومد بالا سن آتیش میگرفت، داد میزد، میگفت غیرت ندارید، بی شرفترین، بی ارزترین ملت دنیا هستید اگه نگید فریدون جاوید شاه زهر ما، زهر نبود وبا. همش یه ملتی شدیم تا شاه رو میبینید جاوید شاه جاوید شاه دوزن اینوری میشه تا کفن نشود وطن وطن نشود. آقا جان ما باید یک انقلاب درونی در خودمون بکنیم. من تا موقعی که اینجا نشستم من حرفم میزنم، هر کی بدش میاد به اسفر و سافرین، هر کی خوشش میاد به جهنم. من راحت بهتون بگم تا موقعی که من اینجا نشستم، درود به شرف مهندسی هاش گرامی، جناب مهندس درود به شرف، خیلی مهندس شرافتمند، نمیدونید با چه بدبختی ما رو بس میکنه. صد دفعه گفتم اینو یا نگفتم، هزار دفعه گفتم یا نگفتم، گفتم دیگه، دروغ که نیست. چند صد دفعه از این آقای آریان وطن خود مدیر این تلویزیون ما تعریف کردن، آقا درود به شرفش، این مرد دست تناس، چه گفتم دیگه نگفتم، گفتم جلو چه شدون گفتم دیگه، مگه نگفتم، گفتم به هر دلیلی، اصلا حق با من بوده، از این تلویزیون من میرم بیرون به هر دلیلی. آقای وطن خود به من گفته بالا چش دبرو به
تیری به قبای بنده برخورده بود. خیلی شاکی شدم، از آقای سیاوش خانم بهش گفتم 6 رو پخش کن، 4 رو پخش کرده، گفتم 2 رو پخش کن، اصلا پخش نکرده. بعد منو کجکی نشون داده و هر چی شما میگه حق با من بود. همون میدونید که حق با من بوده. من از این تلویزیون قهر کردم و قهر 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 تا روز قیامت رفتم بیرون. اولین جایی که میرم میدونید کجا میرم؟ نمیدونید؟ بذار من بهتون بگم کجا میرم. میرم میشه لگن فروش دوست. چرا؟ چون دشمن اینجاست. اول میرم پیش دشمن آقای آریان وطن‌خواه، اول میرم پیش دشمن ایران آریایی. بعد اونجا میرم، تازه فقط نه اینکه اونجا برم، بعد میرم شروع میکنم آقا همشون وابسته بودن، من تو اون سالها نمیخواستم بگم، دهنم بسته بود، زیر لبم چسب اوهو زده شده بود، چسب نواری کشیدن رو دهنم، نمیخواستم بگم. شما نمیدونید جناب لگن فروش دوز، ابر کثافت تاریخ بشریت، درود به شرفه. تا دیروز یارو کردم تو مسترال بشنم درود به شرفه. چرا؟ به خاطر اینکه بیام بزنم در دادم گام تلویزیونو. ما یه همچین ملتی هستیم، ملت هزار چهره. بعدی میگی بعد خوبه، میگی خوب بگیم ملت مغرور، ملت فلان، همه اینا به جای خود، منم خودم واردم این کارم، اما اینا رو هم بگیم. تا موقعی که ما این ملت هستیم، اعلی حضرت تشریف بیارن، اولیا حضرت تشریف ببرن، امام پشکل بره، امام زین العابدین بیمار بیاد، همین آش و همین کاسه است. ما باید خودمون رو درست کنیم. آقا فردا سال روز درگذشت تیمسار سپهبد پرویز خسروانیه. تیمسار سپهبد پرویز خسروانی هیچ کاری برای اون مملکت نکرده باشن، اون روانشاد، اون مرد شریف، اون مرد شریف یک دلار تو جیبش نبود از ایران اومد بیرون. یک دلار باشگاه خودشو میفروخ تو لندن، یه خونه برای خودش میخرید، باشگاه خودشو میفروخ بابا حق خودش. فردا سال روز درگذشت تیمسار سپهبد پرویز خسروانیه، بنیانگذار باشگاه فرهنگ ورزشی تاج ایران. من اگر بخوام راجع به تیمسار سپهبد پرویز خسروانی صحبت کنم، یک برنامه کامل باید واسش بذارم، یه برنامه کامل 2 ساعته خیلی جمع و جور بگم و برم که این مرد چه خدمات. همین استادیوم 100,000 نفری آریامن یکی از دستپختهای تیمسار، این یکیش. استادیومای تاج یکیش، باشگاه تاج یکی، 6 تا 7 تا باشگاه تاج تو سراسر ایران، 6-7 تا باشگاه داشت تاج تو خاورمیانه و تو ترکیه. به گفته حسن آقا روشن، پیشکسوت باشگاه تاج، کاپیتان سابق، بازیکن سابنام، فوتبالیست سابنام، بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایران، باشگاه تاج بعد از باشگاه رئال مادرید دارای بالاترین تأسیسات بود. اینو یه پرسپولیسی داره بهتون میگه، نه یه تاجی. خب یک نفر توی این لجنجلس که من اسم 10 تا بازیکن تاجو همین الان سرتیر میتونم واسه شما بگم، یه بزرگ داشت برای تیمسار سپهبد پرویز خسروانی نگرفتن. کسانی که از قبل این مرد، از قبل تیمسار سپهبد پرویز خسروانی به همه چی رسیدن. ما ملت بدی هستیم. این یه نمونه بود براتون گفتم. روان تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، مرد بزرگ ورزش ایران، روانشون شاد که افتخار دستبوسی ایشونم داشتم، خدا رو شکر دستشو به پاشم بوسیدم، روانش شاد. جناب مهندس تمنا میکنم شماره 1 رو پخش کنید، ممنونتون میشم. ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده، راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه. ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هر چی که فکر میکنین بریدم، دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی برم. ما اونجوری رفتار کردیم که وطنمون رو از بین بردیم، پرچممون از بین رفت، ملیتمون از بین رفت، زبانمون از بین رفت، فرهنگمون از بین رفت، ناموسمون، جانمون، مالمون از بین رفت، و بعد اومدیم و همه میگیم که ما نمیدونستیم که اینجوری میشه، ما غلط کردیم. من یه چیز خیلی ساده میگم، اگر من واقعا بیام بگم من نمیدونستم، حق دارم. من هنرمند بودم، به هیچ کسی هم نمیگفتم من سیاسی هستم. هیچ وقت هم تو خیابون نرفتم، توی میتینگ شرکت نکردم، توی تظاهرات نبودم، توی خونم بودم و میدیدم که چه خواهد شد.
ولی آقای دکتر سنجابی یا آقای بازرگان یا آقای فروهر میتونند امروز واقعا شرافتن خیلی صادق بیان به من بگن که ما نمیدونستیم که اینجوری میشه؟ اگر نمیدونستن چرا هر سوالی که از اونها میشد اول از امام اجازه میگرفتند؟ اونها باید میدونستند که چه به سر ملت ایران میخوان بیارن، ولی که من که نرفتم خمینی رو به ایران بیارم، سنجابی ها رفتند و او را آوردند. خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ما اون موقعی که این حرفا رو ایشون میزد رو سن که میرفت اینا رو میگفت، تو همین آلمان، تو فرانکفورت، تو دوسلدورف، تو هامبورگ، توی عرض کنم جای مختلف، شهرهای مختلف، هانوفر میره، حتی من تو لندن رفتم و دیدمش. البته بر حسب تصادف اونجا بودم که شانس آوردم. بگذاریم، من این حرفا تو وجودم اثر میذاشت. یعنی حقیقتش من این زیربنا هم داشتم، میگم آخه آره زندگی چه ارزشی داره. متأسفانه سنم پایین بود، تجربه پایین بود، نمیتونستم اینو در خودم بازش کنم، برای خودم تجزیه تحلیلش کنم. ولی به یه چیزی همیشه به خدا تو زندگی معتقد بودم، زندگی چه ارزشی داره آدم بی‌معرفت باشه، آدم چشش به مال و ناموس مردم باشه، آدم بد بکنه، زندگی چه ارزشی داره آدم با مردم دار باشه، با مردم رفیق باشه، دست مردم بگیره، کاری ازش برمیخواه. چی آدم با خوشو بگیره؟ مثلا من اسمم فلان خواننده است، من اسمم فلان هنرپیشه است، من اسمم باش. خب من اگه یه هنرپیشه معروفی شدم کی منو معروف کرده؟ خب تو رفتی نشستی سینما پول دادی که من معروف شدم. اگه تو ایرانی فیلم منو نبینی خب چیز من تو دنیا نه. الان بفرمه تمام هنرپیشه اومد بهروز وثوقی اومد خارج از کشور، کی واسش در خورد کرد؟ بهروز وثوقی برای ما بهروز وثوقی بود تو ایران، یا هنر بقیه خواننده ها. خب اینا برای ما، به قول ستار گفت من اگه ستار شدم ستار ایرانی ها شدم، ولی من وقتی که اومدم آمریکا داشتم دنبال ویزا میگشتم که اقامتمو بگیرم. ولی فرمودی من اگر اینجا میام و میبینم یه عده مخاطب دارم، خب شما کی هستی؟ شما ایرانی هستی که در حرف منو گوش میکنی؟ خب من باید خیلی خاکی باشم، خیلی باید مردمی باشم که تو منو دوست داشته باشی. ولی من تو تلویزیون، خب باش، تو حالا این موقع پیدا کردی به هر دلیلی، تو به هر دلیلی این موقع پیدا کردی رفتی جلوی این دوربین، حالا وراج بودی، چه بدم پررو بودی، چه بدم حالا یه چیزی بودی که رفتی اینجا نشستی، جیگرشو داشتی. خب این دیگه دلیل نمیشه که من خودم بگیرم. که من اگر امروز چهار نفر به من میگن درود به شرفت رضا احمدی، رو حساب چیه؟ رو حساب اینه که شما ملت منو قبول کردی. من چی میام خودمو بگیرم؟ من کیم؟ با ما هممون آدمی، سیاه، سفید، سبز، زرد، زردپوست، نمیدونم سرخپوست، با ما همه آدمیم. سیاه ترین سیاه توی آفریقا، با سرخ ترین سرخ تو امریکا، با زرد ترین زرد تو چین، با سفید پوست ترین سفید تو شمال اروپا، با نمیدونم دورگه، شیشرگه، ما یه چاقو بخور رو دست ما، همه خونمون قرمزه. حالا تو یهودی باش، مسیحی باش، مسلمون باش، بودایی باش، نمیدونم هر چی میخوای باش، هندو باش، بابا ما هممون خونمون یه رنگ، قلب همه آدم ها همون جاییست که قلب من هست، روده همه ما همون مقداری که مال همه هست، همه دوتا پا داریم، همه دوتا دست داریم، همه یه کله داریم، همه دوتا چش داریم. آخه این چه برتری نژادیه؟ آخه این چه برتریه؟ این چه کرمی افتاده تو وجود همه ما؟ خب همینه که دنیا به اینجا کشیده، همینه که یه نفر نشسته انقدر داره میخوره، طبقه چهارمش استخ داره، طبقه پنجمش استخ داره، طبقه ششمش نمیدونم فلان داره، بعد یارو بدبخت رفته تو قار داره زندگی میکنه، تو قبر داره زندگی میکنه. بابا ما آدم ها مقصریم که کارم اینجا کشید. یه مرد 35 سال 37 سال برای یه مملکت خدمت کرد، با عشق چشم از مملکت بیرونش کردیم. خب دیگه چرا ناراحت میشیم؟ چهار نسل اونجوری داریم کتک میخوریم دیگه. نه به زنش رحم کردیم، نه به بچهش رحم کردیم. به خدا اگر این هواپیما این مرد رو تونسته بودن برمیگردوندن به ایران، به خود خدا قسم همین ملت میرفت و میساد اعدام شاهرم نگاه میکرد، اعدام شعبانورم نگاه میکرد. آقا یه بچه ها خود من اینا رو که دارم میگم به نسل خودم کار ندارم، نسل من که رین تن تن
من این حرفایی که اینجا نشستم دارم کف میکنم به شما دارم میزنم، دارم با بچهای نوجوانا دارم صحبت میکنم، با شما 14 15 ساله ها تا زیر 40 سال دارم باهاتون حرف میزنم. یه انقلاب درونی تو خودتون بکنید، نشینید تو این دنیای مجازی این چی گفت اون چی گفت این چرا ماشین داره. دنبال مادیات نباشی، دنبال معنویات باشی، دنبال انسانیت باشی. شما دکترا هم بگیری وقتی انسان نباشی به هیچ درد نمیخوری. تو زمانی میتونی بگی من یه پزشک شرافتمندم که 10 نفر رو بدون پول بری جراحی کنی، 10 نفر رو بدون ویزیت قبولش بکنی. تو وقتی میتونی بگی من یه مهندس شرافتمندم که شرافتمندانه یه ساختمون، یه پل، یه سدی تحویل ملتت بدی که 50 سال اثرت اونجا بمونه، یا خدا بدهش بمونه عجب ساختمونی ساخت، عجب پلی ساخت. این ملتی که امروز داره میگه خدا اون پدر پسر بیامرزه، چرا آثارشو داره میبینه؟ هنوز نون اون پدر پسر رو داریم به عنوان بازنشسته دارید میخوری. من آدمی که اینجا نشستم یه دو تا الف ب پم بلدم بگم، دولتی سر اون خدا بیامرزه. اگه اون نبود خب منم بلدم بودم چیزی بخونم بنویسم. یه انقلاب تو خودمون بکنیم، اینقدر بی تفاوت نباشیم. چرا اجازه میدیم بنگاهای لجن پراکنی؟ چرا اجازه میدیم چهار تا بیگانه بیان راجع به میان پرستان صحبت کنن؟ چرا اجازه بدیم بیان راجع به ایران آریایی بدی میرا بگم؟ بزنید تو دهنشون، فقط در گوش من نگین درود به شرفه، داد بزنید، فریاد بزنید، حرفته بزن ایرونی. 1400 سال زدن تو سر ما، حرف نزنی گناه ده. اینو بگی میری جهنم، اینو نگی میری نمیدونم هیزم فرو میکنه، اینو بگی رو پل سرا کدوم پل کدوم هیزم کدوم جهنم، جهنمی در کار نیست، اقدسی در کار نیست، چرت پرته. خود واتیکان داره میگه همش دروغ است، اون دروغ جهنم ببین چرت پرته، شرافت بشه حد اصلا هست دیگه. میگن خدا دروغه، کدوم خدا؟ خودت خودته. میگه اگر زاهد درون کعبه میجوید خدا را، منم در کعبه دل با خدا دارم سخن ها. این سعدی بزرگوار داره چی میگه؟ کی به ما این نخدا داده؟ خیام اگر زباد مستی خوش باش، ببین کی به ما خیام اومده این خدا داده؟ کدوم خدا؟ نوری نیست، زوری نیست، فشاری در کار نیست، از این چیزی در کار نیست. خدا خودتی. خدا اونی که وقتی میبینی یه بچه افتاده کنار خیابون داره با حسرت نگاه میکنه که تو چجوری داری بستنی کوف میکنی، مرد باش دست بکن چی بدی بستنی واسه بچه بخره. آقا به من چه؟ خب همینه، به من چه؟ به این چه؟ به این چه؟ خب آقای سیاوش بگه به من چه؟ آقای آریان وطن خواه بگه به من چه؟ رضا احمدی بگه به من چه؟ خب پس ایران آریایی چجوری به وجود میخواه؟ آقای وطن خواه میگه به من چه؟ ها خیلی راحت ایشون میگه آقا به من چه؟ میتونست بگه دیگه مثل همه. خب کجا ایران آریایی به وجود میومد؟ هیچ کی میتونست همت بکنه این تلویزیون را بندازه؟ هیچ کی. یه آدم میگفت به من چه، یه آدمی نگفته به من چه، ببین چه مجموعه ای را انداخته. پس همه ما انسان ها میتونیم بگیم به من، منو سنه نه، ما میتونیم بگیم منو چخ سنه نه. آره آره، منم آدمم، منم باید یه کاری بکنم، منم باید دست بشر رو بگیرم. بنی آدم اعضای یک پیکرن، ما شدیم به اندازه یک فلانن، یه کاری بکنیم. نذارید اینقدر به میان پرستان فحاشی بشه، نذارید اینقدر بیان هر چی دهن نجسشون در میاد بگن، اینقدر علاف نشید، اینقدر مورد تمسخر قرار نگیری. همین حرفایی که من دارم بهتون میزنم، این مرد 30 سال پیش 20 سال پیش داشت بهتون میگو، یه نسل داشت تشویقش کرد، بعد چی شد؟ همون نسل رفت نشد تو کازینو. همینه شما میشینید میگین دمت گرم، آره راست میگی رضا احمدی، الان بعد برنامه شروع میشه، درود به شرفت، عجب برنامه بود، بهترین برنامه بود، تو ما شده ما بچو تو ما شو ما بچو. خب بعد چی شد؟ هیچ، همین هاشم میگه، همون آدم فردا میاد میگه که آقای احمدی اینو فرستادن ببین تو کلاب هاوس دارن میفوش خار مادر میده. بابا بذار بدن، تو شعور داشته باش، گوش نکن. جناب مهندس بریم تو سه دست درد نکنه. زبیر خاقانی یک پیرمرد 90 ساله رو دستگیر کردن، با چشم کور، با زن و بچه و نوه و نتیجه و نبیره به قوم تبعید کردن خدمت آقا، بعد از اینکه افسر ارتش شاهنشاهی بودن، بعد از اینکه استاد دانشگاه بودن، حالا آمدن به پاریس و میگوین که من میخوام رئیس جمهور ایران بشم. من اگر جای آقای مدنی بودم، به جایی که این مزخرفات رو بگم، از مردم کشورم خجالت میکشیدم، چون آقای مدنی به یکی از دوستان من شب قبل از فرارشون به اروپا، به یکی از دوستان من که او هم افسر ارتش بود گفته بودن که من فکر میکردم که این آقایی که آورده به سر کار کسیست، این که از چنگیز مغول هم بدتره، استاد دانشگاه.
آشنا، تو باید میدونستی که چنگیز مغول کیه. من اگر نمیدونستم تاریخ دان نبودم، تو که استاد دانشگاه بودی و بعد از تمام جنایاتی که به نام همین چنگیز مغول در کشور من کردی، حالا میخوای رئیس جمهور هم بشی. بهتر اول از مردم ایران سوال بکنید که اصلا جمهوری میخوان یا نه، بعد رئیس جمهور بشی. اجازه. در کنار ایشون آقایون زیادی هستند که من میخواستم اسمشون رو ببرم. دوستان من در اینجا گفتن که تو که برای وحدت صحبت میکنی، تو که برای همبستگی صحبت میکنی، پس نیار اسم این آدم ها رو نمیار. من آقای دکتر بختیار رو در پاریس دیدم، آقای دکتر امینی رو دیدم، تیمسار اویسی رو دیدم، تیمسار آریانا رو در ترکیه دیدم، خیلی کسان دیگر رو هم دیدم. تمام کسانی که باید میدیدم دیدم و باهاش صحبت کردم، چون یک انسان ایرانی هستم و فکر میکنم که باید شما هم همینطور، شما هم باید بدونید که با کی طرف هستید و کی داره دوباره به شما چه وعده ای میده، که مبادا کلاهی که به این بزرگی به سر ملت ما رفت دوباره و سه باره به سر ملت ما بره. بنابراین وظیفه خودم میدونستم برم با این آقایون صحبت بکنم. من در پاریس، در برنامه‌ای که در پاریس داشتم، سه بار، اول 550 نفر آمدن، بعد 850 نفر، بعد 1500 نفر، و سالونی که من کنسرت داشتم پر از سلطنت طلب و جمهوری خواه و سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. میشنوی صحبت های ایشون رو؟ ببین کی این حرفا رو زده، ببین کی این صحبت ها رو کرده. کو گوش شنوا. میهن شاه با هزاران جاوید شاه 50 دلار، سپاس از شما، لطف محبت کردی. آقای محمد کریم، درود به خاندان ایرانساز پهلوی، درد و بلای خاندان پهلوی بخوره تو سر دشمنا، دست درد نکنه. 100 دلار آقای محمد کریم. سرباز دور از وطن با هزاران جاوید شاه 50 دلار، سپاس از شما. آقای هوشنگ از کانادا، زنده و جاوید با سلطنت پهلوی با جاوید شاه 150 دلار، دست درد نکنه آقای هوشنگ گل از کانادا. رعنای نوجوان از ترکیه 100 دلار به یاد تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، دست درد نکنه رعنای نوجوان از ترکیه، خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی. خسروی عزیز ما هم با هزاران جاوید شاه 30 دلار، سپاس از خسروی عزیز. ناشناس هم از واشنگتن با صدها جاوید شاه 100 دلار، دست گل همتون درد نکنه بچه‌ها، زنگ بزنید، ای والله زنگ بزنید. جناب مهندس شماره 4 هم لطف محبت بفرمایید، گوش کنید شماره 4 رو. تیمسار اویسی رو دیدم، تیمسار آریانا رو در ترکیه دیدم، خیلی کسان دیگر رو هم دیدم. تمام کسانی که باید میدیدم دیدم و باهاشون صحبت کردم، چون یک انسان ایرانی هستم و فکر میکنم که باید شما هم همینطور، شما هم باید بدونید که با کی طرف هستید و کی داره دوباره به شما چه وعده‌ای میده، که مبادا کلاهی که به این بزرگی به سر ملت ما رفت دوباره و سه باره به سر ملت ما بره. بنابراین وظیفه خودم میدونستم برم با این آقایون صحبت بکنم. من در پاریس، در برنامه‌ای که در پاریس داشتم، سه بار، اول 550 نفر آمدن، بعد 850 نفر، بعد 1500 نفر، و سالونی که من کنسرت داشتم پر از سلطنت طلب و جمهوری خواه و مجاهد و حزب الله و همه چیز بود. من در اونجا گفتم که من از اپوزیسیونی که فعلا در اینجا کار میکنه دفاع نمی کنم، برای اینکه این اپوزیسیون هر چقدر هم که اصیل باشه و شریف باشه و با شرف باشه و ایرانی باشه، کم کار کرده. اپوزیسیونی که میگوید من زنگ مدرسه رو در اول مهر به صدا در میآورم، باید زنگ مدرسه رو به صدا در بیاورد. مردم ما بسیره نیستن که بهشون بگیم که داریم میریم، و بعد خودشون میدونن که امریکایی ها هنوز چراغ سبز ندادن و اولی مردم رو میزنن. و من در پاریس گفتم، در اینجا میگم، خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ سبز امریکاست. بلند مردم، شما مردم ایران هستید، شما یعقوب لیث صفاری داشتید، شما کاوه آهنگر داشتید، شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران قیام کرده، شما تا دل هندوستان رفتید، شما تمام کشورهای همجوار رو گرفته بودید، امپراتوری ایران تشکیل داده بودید، شما پادشاهانی بسیار بزرگ در تاریخ ایران، نه در تاریخ دنیا دارید. چرا نشستید؟ ما
منتظر این که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چراغ سبز میده. من میدونم که هر جهت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنند، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که اصلا ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایا باید اینو بدونن، انگلیس ها باید اینو بدونن. انگلستان سالها بر کشورهای آسیایی و افریقایی حکومت کرده، امریکایی ها هم کردن، روس ها هم کردن، و هیچ کدوم برای ما قدمی بر نداشتن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده؟ کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده؟ کدوم روسی؟ کدوم چینی؟ ولی صدها و هزاران ایرانی به خاطر اینکه شما زنده باشید مردم ایران، به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه مولوی زنده باشه و سعدی و حافظ زنده باشن، تیربارون شدن در زندان ادیم. قدر این مردم و زنان رو بدونید مردم ایران. روزی که شما بلند میشید در همین های سید کنزیگتون 90,000 ایرانی در لندن هستن. اگه 9,000 تا از شما در این خیابون رژه برید، کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ کدوم حکومت؟ و ملت ایران را قتل عام کرده. مردم ایران، شما 90,000، بالای 90,000 ایرانی در این پاریس هستید. آقا من مخلص شما هستم، شما که به من میگویید عکس بزن، من عکس میخوام، من عشق میخوام. با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده، انگلستان به شما تجاوز کرده، امریکا به شما تجاوز کرده. شرف دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. چرا میشینید؟ چرا میشینید؟ چرا تحمل میکنید؟ در زمان حکومت سابق من دانشجو بودم در آلمان. یک جمعیتی ما داشتیم به اسم کنفدراسیون، اکثرا هم چپی بودن، مصدقه بودن، ملی بودن و اینطور سلطنت طلب هم نبودند، ولی تمام مطبوعات جهان، همین روزنامه های انگلستان، همین روزنامه های امریکا، همین روزنامه هایی که میخواهند برای ما سیاست بسازند و سیاست مدار بیاورند و زندگی ما رو به این صورت در بیارند، همین ها چنان وانمود میکردن که این صد تا دانشجوی کنفدراسیونی اینها ملت ایران هستند. ولی امروز که هزاران هزار مردم کشور من تیربارون به اعدام میشن، هزاران زن مرد ایرانی سنگسار میشن، سرشون رو میبرن، انگلستان و بریتانیای کبیر و خانم تاچر لب از لب باز نمیکنن. صرفشون نیست، حتما صرفشون نیست. نفت ما رو دارن میبرن. حکومت ایران دست نشانده همین حکومته و مردم ایران در اسارت همین حکومت. میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید مردم. 22 بهمن روزی است که شما اگر بلند نشید شرف ندارید، اگر بلند شید با شرف ترین ملت جهان. در همین ایرانی که اینجوری دارید برش حکومت میشه، سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. صحبت هایی که این مرد جاوید نام فریدون فرخزاد کرد، چه چیزی تغییر کرده؟ مارگارت تاچر الان نیست، نمیدونم جانسون هست. هلموت شمید در آلمان نیست، شولتز است. ژیسکار دستان در اون الیزه، لیزه، الیزه از چیه تو پاریس نیست، این یارو بچه ننهه هست، ماکارونی فروش هست. جیمی کارتر، ریگان در واشنگتن دی سی نیست، جو فروش هست. نه خودمونی چی تغییر کرده؟ کسی اومد اعتراض بکنه به اینکه در 800,000 ایرانی الان در زندان ها؟ کسی سراغ یک روزنامه به قول خودشان دموکرات و دموکراسی در خارج از کشور، فیگارو، شپیگل،
دستش بوده ای عدم خونه این رفتن کرداهی ای اف بی آی گرفتن کردایی. حالا راست را نرین آمیرزا علی آقا خیار گاشته، چی شده؟ هیچی، آبش کشیدن جلو شده. برو ببین سناتور جمهوری خواه، همونهایی که ما خواهم میکنیم خیلی با ما هستن، دموکرات، برو ببین چی چی پست، واشنگتن پست، برو ببین چه عکس و تفسیراتی بیاین. میخواستن مهمترین، بزرگترین، زیباترین، خوشپوشترین، خوشگلترین، خوشکلامترین، خیلی چیز چیزترین اپوزیسیون ایرانی رو بکشن. آقا، ای آقا، ای آقا، دستم به دامنه، داشتن دامن یارو رو لکه‌دار میکردن. آقا نوشتن چه کسی والا از شاپور علی رضا پهلوی رو کش؟ فرزند محمد رضا شاه پهلوی یه تار موش در زمان حیات شاهنشاه آریامهر از رو دوچرخش که داشت بازی میکرد تو کاخ میافتاد زمین، تمام دنیا باید مینوشت. نوشتن چی شد؟ اصلا مینویسن، نوشتن راجع به والازد شاه دخ لیلا پهلوی؟ گود مورنینگ، آخرین پرنس، آخرین کوچکترین کوچکترین دختر آخرین شاه، آخرین فرح دیوای آخرین سلطنت، آخرین آخرین آخرین، یا باش قرص خورد ما. آره مثلا اینگاه هروینی بوده، آره تو کوچه خیابون بوده، بعد تزریق کرده مرده. این انشا شد در چیز آلمانی، در روزنامه آلمان اینطوری نوشتن. بعد هر همکار منو میدید میگفت او احمدی چیز بوده، معتاد بوده. گفتم کی معتاد بوده؟ گفت اینا ها پرنس لیلی لیلی لیلی. اون وقت تو کلاب هاست، تو نیدم چی چی هاست نشستن میگن این زنه رفته پیش این مرده، مرده نرفته پیش زنه، زنه وجوری رفته پیش یارو مرده، جاسوس بازیه. خدا، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر، از کارم از گریه گذشته به خود میخندم. 400-500 ایرانی من موقعی که توی پالتاک بودم، تو روم میهن پرستان بودم، مثل شیر ازشون محافظت میکردم. فوش خارمادر واسه هر یه یوزری، من فوش خارمادر خوردم. اون 500 نفر الان اصلا یکی به من نمیگه حسن این 60 رو بگیر، مثلا رضا 90 بزن، این 60 رو بگیر، همت یادگاری بگیر. تا موقعی که اونجا بودم، درود به شرفت، آرز اتاق رو دیر وا کردی، امشب بدجوری دیر وا کردی، اصلا همینجه نشسته بودیم عشق میریختی، کجا بودی؟ گوشن از اون 400 نفر 6 تاش باقی مونده، 6 تاش با من در ارتباطن. ملت خوش استقبال بد بدرقه، ما ملت خوش استقبال، دیدی چه استقبالی از خمینی کردیم؟ همین ملت ببین با قبر خمینی چه قاعد کرد. علی شیره‌ای. آخونده میدونن ملت خوش استقبال و بد بدرقه، برای همینه نمیذارن آب خوشاگلتون پایین بره، چون میدونن شما چه بلایی سرشون میاری. کسی که ولی نعمت خودش، کسی که به شاهی که در همین تهران آب تهران سالک داشت، ناصر ملک موتی، صورتشون یادت میاد؟ تقیه ظهوری زنده یاد، یادتون میاد رو صورتش سالک داشتن؟ اینا بچه های تهرون بودن، بچه های قدیم تهرون. میگفتن تهرونه قدیم رو که میخوای بشناسی از سالک رو صورتش بشناس. سالک رو برد تهران، دارای بهترین خوشمزه ترین آب جهان شد. اصلا ما فوتبال که بازی میکردیم کنار خیابون، این شیلنگ آبو که میگرفتیم دوست نداشتیم دیگه ول کنیم، میگو بابا نخو میترکی، اینقدر این آب خوشمزه بود. حالا برو ببین چه آبی دارم بهتون میدم بخوری. حقمونه تا نفهمیم همین آش و همین کاسه است، تا نفهمیم دلیل بدبختیمون، اولین جمله‌ای که اومدم تو ایران آریایی گفتم، تا نفهمیم دلیل بدبختی چیست، همینه که میفتی دنبال زیر علم مرجان خواننده رفتید سینه زدید، شماها زدید. هنوز بنگاه‌های لجن پراکنی در لندن براتون میان یه چیزایی از زمان شاه پخش میکنن، آهنگ چیزی میذارن، منوچهر سخایی، در رام درام درام رام درام، در رام درام درام رام درام، در رام درام درام، ای کوچه ولنه 1300 گلفریجی.
هیچ کیم اعتراض نمیکنه، همم حال میکنه. غروبا که میشه روشن چراغا، درست میگم؟ خب بچه را بنام پخش نمیکنه، اون میفهمه داره چی رو پخش میکنه. به خاطر همینه که وقتی که داری برای من تکست میزنی، به جایی که بنویسی برای من، میگی واسه من. اینجوری دارن زبون فارسی رو ازتون میگیرن. برای، اما، اگر، زیرا، بنابراین، اصلا از بین رفته. واسه من، ماها، میم، الف، هی دو چشم، الف، ما شد ماها. ماها از کجا اومد معلوم نیست. جمال ماهان را عشق است. خیلی وقت خراب تو نمیده جناب مهندس، بریم تو پنج دست درد نکن. این جمهوریه، ایران فعلی جمهوریه، شیلیه، همین بفرمایید بریم. اگر جمهوری خواستید بفرمایید بریم. جمهوری یعنی همین، همین خواهید. میگوید که نه، ما جمهوری دیگری میخواهیم. درسته؟ گوش کنیم. ولی ما که میگوییم که ما طالب مشروطه سفردی هستیم، بعد فوری براق میشن و میگن آها، شما هم اولا رو میخواهید، شما فوری برده میشن وزیر و وکیل و تابوتی و سباکی و جهانی و شکنجگر کلا. اما خودشون با این جمهوریشون بعد میگوید که نه، ما یه جمهوری دیگه میخواید، حتما مثل سوئیس اون جمهوریشون، یا مثل کامبوجه، یا مثل آلمانیه. ما اگر طالب مشروطه سلطنتی هستیم، به خاطر که انسانهایی هستیم آزاد و آزاده. آقای رجبی، فداییان قلب پول این ها و کنونیستان، بدونید اگر تا به حال شما چیلیک داشتید و شما از قلب صحبت میکردید، قلب امروز با ماست، حق هم با ماست. ما امروز چیلیک هستیم. شما یک روز میگفتید که حقی وزیره سلطنت طلبه و ملت انقلابیه. امروز ملت هست که انقلابیه و طالب سلطنته، چون حکومت از شماست. شما می نامید دارد حکومت باید امروز ما هستیم که اپوزیسیون هستیم و چیلیک هستیم. مرسی. بنابراین رول ها امروز عوض شده و نقش ها جاش عوض شده. حکومتی که دیکتاتوری، حکومت امروز ایرانه. در کدام زمان محمد رضا شاه پهلوی شهرهای ایران رو مبارک کرد؟ ولی هر ساعت، هر روز و هر هفته میتواند آزاد بشود و خواهد شد. مردم ببینید که ایران آزاد میشه، شکی در این نیست. این نخواسته منه، نخواسته شما، این جبر زمانه و جبر تاریخه. کشور ما آزاد میشه، این رو بدونید. اما مردان ایرانی و زنان ایرانی، هیچ کشوری در دنیا آزاد نشده مگر مردم اون کشور قیام کرده باشن و خواسته باشن قیام اخلاقی بکنید. شما در ایران نیستید، در اینجا هستید، در اینجا قیام اخلاقی بکنید، بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که شما میتوانید صاحب اون کشور باشید و اونها کشور شما رو هست دادن. بلند شید مردم، نشینید و نبینید که تاریخ کشورتون رو به دست احمقها و رمالها و پالگیرها دادن. Show.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خدا میدونه من خودم وقت اینا رو میبینم، خیلی از اینا رو من لایف دیدم ها، در موقعی که ایشون زنده. الان که خودم میبینم میگم چی رو از دست دادیم. همون ملتی که براش دست زد سر قبرش هم نمیره. فریدون فرخزاد رو جایی بردن دفن کردن که مال بدبختا و بی‌وضاحتا بود، مال شهرداری بود، مال کسایی که جنازشون گوشه خیابونه. این همه ایرانی سرمایه‌دار ما تو آلمان داریم، 99%شون نه 100%شون هم سلطنت طلبن. بعد ببین من چقدر باید بیشعور باشم بیام و راه این مردو برم، ولی بیشعور نیستم. چرا؟ چون من وظیفه اخلاقی دارم. اینا از این حرفایی نیست که مد شده ها، درود به شرفه، من از این چرت و پرتا نمیگم. من شرف دارم، من وظیفه اخلاقی دارم. تا موقعی که کشور من آزاد نشه من دست از مبارزه بر نمیدارم. آها یه جمله هم بذاریم بهتون بگم، اینو میگم تو بیشتر بسوزید دشمنان. ایرانی که پادشاهی نباشه من تره براش خورد نمی کنم. میخواید اینو بشنوید؟ بشنوید. میخواید بشنوید؟ بشنوید. ایرانی که پادشاهی نباشه اون ایران به درد ما ایرانی ها نمیخوره. ایران باید پادشاهی بشه. کسافت ها خیال میکنه از من میخواید نقطه ضعف بگیری؟ کسافت مواد فروش تو لندن؟ در به داغون تریاکی؟ و سایر اراذل اوباشی که سکشت میکنه تو آلمان؟ در به داغون تو مخ من ندید، مختون رو با پیشگوشت تو گوشتو میکشم بیرون ها، اون رو سگ منو بالا نیارید ها. کسافت های آشغال مرده و زنده تونو میارم جلو چشاتون که عربی برقصن. خیال نکنین چهار تا آشغال دور براتون گرفتن عددی شدید ها. خب من بچه ارتشی هم، من بچه قرتی نیستم تو اروپا. یه چیزی هم بچه ها از من خواستن اینم بگم، بذار اینو بخشش کنم. جناب مهندس شماره 7 و لطف موبت بفرمایید. علوم فنون شده در به داخون آشغال کسافت ها. در کشور ما دروغ گفتن، بله بگویید که گفتن، ولی ما برای سلطنت این نوین می جنگیم، برای ایران این نوین می جنگیم. ما می جنگیم که رضا شاه دوم به سلطنت بیاد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. به خدا قسم خیلی سخته بعد از این صحنه من برنامه اجرا کنم، به خدا قسم. و بی پدر و مادر تریاکی چهار تا کسافت سکس جدی میخوام به بر و پای من بپیچم. فلون فلون شده های آشغال، اون رخت خوابتون رو ببینید کیا دارن میندازن. کسافت ها شارک ما واسه مملکت هم میدم، شارک ما واسه شاه هم میدم. کجا بودی تا 10 سال پیش؟ کجا بودی تا 5 سال پیش؟ تو دیسکوهای لندن و تو دیسکوهای آلمان دنبال دوست پسر میگشتی که امروز دوست پسرت هشیش فخش کنه تو آلمان.
کثافتا. اون ایرانی بیناموس بیشرفی که با تو بخواد بیاد تو تظاهرات از تو کثافت‌تر و بیناموس‌تر و بیشرف‌تره، هر بی پدر و مادری میخواد باشه. بچه های ایرانی باج ندید به اینا، حواستون باشه چی بهتون میگم. ایرانی که پهلوی توش نباشه، اون ایران به درد ما ایرانی ها نمیخوره، اون ایرانو میخواد نابودش کنن. ایرانی که پهلوی نباشه تمامیت ارضی نداره، ایرانی که پهلوی نباشه تو شرف نیست، غیرت نیست، حیثیت نیست، تاریخ نیست، فرهنگ نیست، هنر نیست، مردانگی نیست، لوتیگری نیست، جوانمردی نیست، انسانیت نیست، کرامت بشریت نیست، هیچی توش نیست. ما به شرطی باید سینمونو برای کشورمون سپر کنیم که پشتش پهلوی بخوابه. ایرانی که توش پهلوی نباشه اون ایران، ایران من و تو نیست. مگه کورید؟ مگه نمیبینید 43 ساله پهلوی وقتی نیست مملکتو به تویله تبدیل کردن؟ تویله بهتر از این ایرانه. این چه مملکتی ما داریم؟ ماگه این ننگ و آبروریزی شدیم تو دنیا؟ در بداخونای آشغال جمع کنید دودک و پوزتونو. کثافتا هرچی بهشون هیچی نمیگم، بی پدر و مادرای آشغال، به شرافت بشری سوگند، به شرافت بشری سوگند، دک و پوزتونو میدم بچه بیارم پایینا که دیگه تو هیچ جا تو دنیای مجازی دیگه نتونه میکروفون بگیری. چوسونه ها ایران دوست از شیکاگو $25 سپاس از شما، دست درد نکنه ایران دوست عزیز، درود به شرفت. بانو سهیلا سنخوزه با هزاران جاوید شاه $300 سپاس از شما سرکار بانو سهیلا سنخوزه، دست درد نکنه. سرکار بانو ماندانا با پاینده ایران جاوید شاه $200 سپاس از شما ماندانای عزیز، خیلی لطف کردی. اقبالی عزیز ما از کانادا با جاوید شاه $50 سپاس از شما اقبالی عزیز. سرکار بانو محبوبه پادگان با جاوید شاه، سرکار بانو محبوبه پادگانه به یاد تیمسار سپهبد پرویز خسروانی و زنده یاد فریدون فرخزاد و جاوید شاه $30 سپاس از همه شما عزیزان خانم آقایون. جناب مهندس شماره نه یه لحظه اجازه بفرمایید. یه سری بچه‌ها برای من پیام فرستادن که آقا در کلاب‌هاوس یا اینستاگرام، من حواسم نیست، احتمالاً اینستاگرام، یه سری هستن این بچه‌هایی که به هر حال طرفدار چیزای جنسیتی هستن و نمیدونم چه و چه و چه و چه و اینا، که آقا رضا خیلی از شما طرفداری میکنن، خود دمشون گرم، خیلی من ازشون ممنونم. ایرانی که ادعای چیز میکنی و آزادگی و فلان اینا، من از این کار خوشم میاد بدم نمیاد، این چی مسئله شخصی منه، گناه دارن، چرا این انسان ها را اذیت میکنه؟ اینا بی پناه هن، اینا بی پناه هن. حالا نه صرفا چون داره از من طرفداری میکنه، نه، من به طرفداری هیچ کسی احتیاجی ندارم، ولی برای من یه خبره میاد آقا رضا میریم اونجا اذیتش میکنیم فلان میکنیم تیکه میزنیم، خیلی بیجا میکنید، خیلی بیجا میکنید. سینه سپر کردن دارن طرفداری میکنن نظام پادشاهی، خدا رو خوش نمیاد. آقا من خودم بارها بهتون گفتم من تو این خوشم نمیاد از این جریان و از این مسائل و فلان اینا، ولی من که نمیتونم بیام چیکارش کنم ببرم اعدامشون کنیم. بسه بابا، تو هزاره سوم داریم زندگی میکنیم، بسه بابا، آبرون رفت تو دنیا. نمیدونم فلان خجالت بکشید با من، توی آلمان دارم خجالت میکشم، مرد ایرانی با زن بوده طلاق داده ول کرده و هنوز یه زنه رو ول نمیکنه. با این ریخته رو هم دوست پسر لهستانی گرده با تو رو زننه، نگاه کن چه شورتکی پوشیده من تو خیابون، به تو چه مربوطه؟ من تو فضولی، تو لیاقت داشتی زن رو نگه میداشتی، حالا که لیاقت نداری غلط میکنی، به گور پدرت میخندی، میری اینور اونور چرت و پرت میگی. عجب پررونی مرد ایرانی، به مجردی که یه زن تحویلشو نمیگیره ولش خانومه ولشو میکنه، هرچه دهنشو در میاد میگه، بعد میان میشن تو کلاب هاست هم از فنیمست و چرت و پرت میزنن. خجالت بکشید، به داد ملت ایران برسید. این چرت و پرت ها چیه نشستید واسه خودتون دارید ردیف کردید تو دنیای مجازی، بعد منم دعوت میکنم، دیدید من دیگه گفتم دیگه نمیام، مگه نیومدم؟ مگه هر جا دعوت کردی نیومدم؟ 4 دفعه اومدم، دیدین چه جنگولای بازی سر خود من پیاده کردین؟
آقا پیش این نره این جاسوسه، آقا اون اونجوری گفته، آقا توی اتاق اینجا رفتی بعد فردش رفته تو اون اتاق به شما فحش داده. گفتم آقا عطاش بلاغاش بخشید، دیدی مردونه اومدم خودمو گرفتم، هر جا گفتید نیومدم، گفتم به شرطی میام که 8000 نفر بیاد. از این حرفا رو من زدم، هر سوالی کردن جواب ندادم. آقا ما ملت بی لیاقت شدیم، صدا برمی‌دارن از بچه مردم برای من میارن، آقا احمدی نگاه کن این جاسوس فلان عکس میاد فیلمش آوردن پخش کردن اینجا تو تلویزیون، آقا این فیلماشون پخش کردن اینا جاسوسن فلان، بچه مردم اومد میگه آقا من به خدا من اینطوری هم اینطوری، آدم خودش شرمنده میشه. به خدا از ایرانی بودن خودم دیگه پشیمون شدم، به خدا قسم من برای خودم یه تایم گذاشتم پهلوی برنگرده به روح پدر مادرم بعد از این رژیم، هر کی میخواد بیا، اگه پهلوی نیاد من به خدا میرم دم همین طویله جمهوری اسلامی تا همین تو آمبور کبریت میکشم زیر تمام مدارک ایرانی، چیزی هم ندارم، هم گواهی نامه که به خودم به یادگار رو کبریت میکشم زیر آقا من نیم آقا من آلمانی هم تموم شد، اسلام رو عوض میکنم. چه ملتیه این؟ چه کشوریه این کشور من نمیشناسم، من این ملت رو نمیشناسم، ملت من اینطوری نبوده، کشور من اینطوری نبوده، یک تبدیل شدیم به یه ملت بی فرهنگ، بی تربیت، بی ادب، غیبت کنه، چرت پرت گوه، از این ستون به اون ستون خالی میبندیم، از این ستون به اون ستون چرت پرت میگی، اصلا رو هیچ چی دیگه نمیتونی حساب کنی. یارو بهت میگه مخلصتم، من اصلا از آقا من از هموطنم میترسم، باورتون میشه من از ایرانیان خارج از کشور میترسم، من ایرانی خارج از کشور میبینم چهار ستون رو بدنم شروع میکنه به لرزیدن، ایرانی میبینم دیگه خاطرتم شده فرار میکنم، به خدا قسم، مخصوصا اینا که جدید میان، پلیس اومد بود منم گفت آقا یه سری ایرانی اومده احتیاج به ترجمه دادم، گفتم قربونت برم نوکرتم نمیخوام اساس من دیگه خط بزنم، ولی نمیتونم چیز دارم تعهد دارم، به خدا قسم میترسم از هموطن خودم. خوشا به حالت فریدون که رفتی، خوشا به بخت و اقبال و سعادتت که رفتی جناب مهندس شماره 8 دولتون قوت بفرمی، خوشا به حال هر کی که مرد. شما اما عزیزی با عصبانیت با اسم یکی بود و دیگر نیست نوشتن خوب مردم و سرگرم آشورا ماشورا کردین تا مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی‌دغدغه به غارتگری ها و ظلم و ستم هاشون ادامه بدن و در دلشون به مردم زود باور ساده بخندند و تا ابد غرق در مشکلاتی که هیچ وقت حل نخواهد شد باقی بگذارند. در مسیر خوبی قدم گذاشتین به خیال خودتون. متاسفم برای خودم و هم نسلانم که در این زمان و مکان زیست میکنیم. خاک بر سر ما باشد، بهتر از این روزگار سیاه است که برای ما به وجود آوردید. زیر پرچم خدا و اسلام و امام زمان و امام حسین راست گفته هرچی دارین از محرم و سفره. چون مقوله های درآمدزایی برای دکانداران دین و دلالان بهشت خیالی. و پیام های مثبت دیگری که حالا اینجا هست ولی با این پیام تند تمام میکنم و توضیح عرض میکنم که عزیزم سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. چرا اینو پخش کردم؟ به این دلیل پخش کردم که بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و سایر بنگاه های لجن پراکنی چرا اینا رو پخش نمیکنی؟ شما به قبر پدرتون میخندید، به گور پدرتون میخندید راجب میهن پرستان ایرانی اصلا مستند درست میکنید، غلط میکنید و بی شرفا وقتی میخواین صحبت کنید درست باید صحبت کنید. پدر صوت خام میکنید دوران قدیمه که ما بریم اینجوری دست و پامون بلرزه زنگ بزنیم به رادیو اسرائیل بنشن میصدامون رو قطع کنه. حالا دیگه خودمون صاحب خونه شدیم، خودمون صاحب وسیله شدیم، زر بزنید بیا میزنم تو دک و پوزتون، پدر پدر سوختتون رو در میارم، تک به تکتون رو لو میدم، پدر سوخته ها من از جونم گذاشتم، دیگه نمیذارم ملتمو گول بزنید. شما این ملت رو به این روز بدبختی انداختین، شما این ملت رو اسیر کردین، شما همین پا اندازه آوردین پای تلویزیون نشوندی، شما فریدون فرخزاد رو کشتید که اون بی شرفو ببرید روز سن بیاد برامون شطرنج بخونه، خر خودتونید. شما اون الاغ ماهی رو از ایران کشیدید آوردین بیرون که رامش بره خونه نشین بشه. کسافتا جناب مهندس 9 و 10 دو تا عکس لوتو موعد بفرمایید. ممر و لولو برد. خیال میکنن خیلی سیاستمداران خیلی تیزن. آره تیز چاقوه. اون تیزی بچهای تهران رو ندیدید هارون زاده ها. یا مش کسافت آوردن شده چه دور نمیذارن قرنطینه شما میکنن. نگاه کنید ملت ایران. این کشور اسلامی ما است. فروش تمام اعضای بدن کاملا سالم به شرط آزمایش گروه خونی آی فلان سن 33 سال، فقط مشتریان واقعی تماس بگیرن. شرمنده همسرم و بچه‌هام شدم،
اگه بچه گرسنه دارید درک میکنید و فلان و فلان. جوون مملکت تو کشور صاحب الزمان، لعنت به پدر مادر صاحب الزمان، لعنت به روح مادر پدر کسی که اسلامو در ایران آورد. جناب مهندس بعدی رو اینجوری باشون برخورد کنید تا بفهمن ایرونیا بلند شدن، ملت ایران وا دادن، ملت ایران مردونگی خل شده، مردونگی تون کردن. دست درد نکنه. نگاه کنید بی‌ناموسای بی‌شرف تو تورنتوی کانادا، لندن رو بهتون نشون دادم، اینجا فاحشه خونه ایست به اسم تورنتوی کانادا. حیف فاحشه خونه. نگاه کنید کسافت هایی که با پول ملت ایران اومدن سیتیزن کانادا شدن، اومد دولت کانادا به اینا اجازه میده بیان تو خیابونا حسین حسین را بندازن. دست درد نکنه جناب مهندس. سپاس از شما جناب مهندس آشیران. ببخشید اگه صدا قطع بود، به خاطر یه اشکال فنی بود، من باید یه چیزی رو میدادم به جناب مهندس آشیران تو واتساپتون، فکر کنم اومد جناب مهندس. دیدید کانادا رو؟ من تا شارگم پای پهلوی وایستادم. ایرانی میهن پرست، ایرانی شاه پرست. اگر میخواهی ایران ایران بشه، اگه شرف داری، اگه ناموس داری، اگه غیرت داری، این جمله رو فقط دارم به مردای ایرانی میگم، به شما جوونا دارم میگم. من الان دارم با زیر 40 سال صحبت میکنم، قشنگ گوش کنی. اگه مرد ایرانی هستی، بچه اهوازی، بچه مشهدی، بچه کاشونی، بچه تهرونی، بچه هر جمه خواه باشی، اگه شرف دارید شاختون رو برگردونید، هیچی نترسید. هر کس که از پهلوی دفاع بکنه فوش خار مادر میخوره، ترور شخصیت میشه، تیکه پارش میکنن، اعدامش میکنن، شکنجهش میدن، مرده و زنده تو جلو چشات میذارن. مرد میدون نیسی بکشید کنار. اگر از این هنر پیشه میترسید، راجب این نگم این الاغ ماهی بوده، راجب این نگم این بهترین خوانده سیاسی بوده، راجب این نگم قیصر بوده، راجب این نگم دنبال نمیدونم حسن آقا بوده، رین تن تن بکشید کنار. من هر کس که به پهلوی خیانت کرده تو دک و پوزش میزنم، مرده و زندش هم میارم جلو چشاش. سلطنت طلب هستم، افراطی هستم، تندرو هستم، هر چی شما میگید هستم. من راه هم راه تیمسار خسروانیه، من راه هم راه فرخزاده، من راه هم راه رحیمیه، من راه هم راه جهانبانیه، من راه هم راه امیرکبیره، من راه هم راه ستارخانه، من راه هم راه بزرگان تاریخ و مملکته. من زدم به سیم آخر، این مملکت داره نابود میشه. بس دیگه اینقدر تعارف، بس دیگه اینقدر خریه، بس دیگه. میخواین هر کاری بکنین بریم بکنین. من حرفمو بهتون زدم، تا روزی که زندم دست از سر آخوند بر نمیدارم. تا روزی که زندم من دشمن مصدقی ها هستم، دشمن قسم خورده تروریست های مجاهد هستم، چپ هستم، توده یا هست، من دشمن قسم خورده جمهوریم، دشمن قسم خورده جمهوریتم. هر کس در برابر من بگه جمهوریت میخوام، هر چی دم دستمه بزن تو فرق سرش. من اصلا با اینا هیچ بحثی ندارم بکنم، اصلا. تموم شد بحث من، تموم شد. بابا داره میشه 60 سالم دیگه، راجب چی برشنم گفتگو کنم؟ چه گفتگوی من دارم با اسماعیل نوری خلا؟ چه گفتگوی من دارم با این اراذل اوبا؟ چه گفتگوی من با این کثافت‌های تاریخ دارم؟ برید گفتگو کنید، انقدر گفتگو کن تا چه گفتگوتون درد بگیره. جناب مهندس اگر اون حاضر آماده شد بعد برنامه پخش کنه، اگر نه به هر حال شرمنده. اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشیم با یه جهان سپاس از جناب مهندس یاش گرامی. فریدون عزیز راحت ادامه دارد، روانت شاد، روانت شاد، یادت همیشه گرامی، راحت پربار پر ره باشه اون راهت. فریدون عزیز جلو چشمات گفتم شاهدش هست، هنوز هستن، گفتم بهت تا شاهرگم وای میسن برای ایران و هر دومو اش اومد تو چشامون. من جانه میزنم فریدون عزیز، من جانه میزنم، من این خودت فدایی پهلویم. روانت شاد، پیکرتم رو دوشم میذاری میبریمش تهرون و مجسمت من طلا درست میکنی. لعنت به پدر مادر کسی که بر علیه تو حرف زد و حرف میزنه، توف به شرف و ناموس نداشته شو. میهن شاه 52 را سپاس از شما. تا
تینای عزیزم لطف کرد الان از آلمان 25 دلار دست در نکنه تینا جان. لطف و محبت کردی از آلمان 25 دلار تینای عزیز. میهن شاه 50 دلار سپاس از شما. محمد آقا محمد کریم 100 دلار سپاس از شما. سرباز دور از وطن 50 دلار سپاس از شما. آقای هوشنگ عزیز ما کانادا 150 دلار سپاس از شما. رنای نوجوان از ترکیه 100 دلار سپاس از شما. خسروی 30 دلار سپاس از شما. ناشناس از واشنگتن 100 دلار سپاس از شما. ایران دوست از شیکاگو 25 دلار سپاس از شما. سهیلای عزیز ما از سنخوزه 300 دلار سپاس از شما. ماندانای عزیز ما 200 دلار سپاس از شما. اقبالی عزیز از کانادا 50 دلار سپاس از شما. محبوبه پادگانه عزیز ما 30 دلار سپاس از شما. برنامه تینا که از آلمان 25 دلار. از همه شما خانم آقایون، همه شما بچهای میان پرست، بچهای شرافتمند سپاسگزارم از طرف بچه ایران. دست گلتون درد نکنه، سنگره نگه دارین که منم با خیال راحت بتونم بیام بزنم تو دک و پوز دشمنان پهلوی. میهن پرستان به پا خیزید، کشورتون رو نجات بدید، از هیچ چی نترسید. اینا همشون یه مش خائنن، یه مش مزدورن، یه مش پول بگیرن، یه مش مزد میگیرن از دولت‌های خارجی. همشون تریاکیان، همشون مواد فروشن، همشون حشیشیان، همشون کوکائینیان، همشون الکلیان، همشون بی شرف و بی ناموسن. زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، پاینده با ایران جاوید شاه. تنها میمانم